به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان. دوره آخر اقتصاد خرد رو در خدمتون هستیم. دوره ششم اقتصاد خرد رو، مسیری رو که حدوداً یک سال طول کشیده، در دوازدهمین ماه سال، ما از اولین ماه سال شروع کردیم و الان در دوازدهمین ماه سال به امید خدا داریم در واقع دروس اقتصاد خرد رو انشالله به اتمام می رسونیم. امیدوارم که از دوره راضی بوده باشید. تا اینجای کار مطالب مهمی رو در پیش گرفتیم. همونطور که قبلا خدمتون توضیح داده بودم، وقتی که به فصلهای آخر کتابهای آقای منکیو و آقای کروگمن میرسیم، مطالب بسیار جذابتر میشه، مطالب خیلی زمینیتر میشه، از یک دنیای فروز و دنیای تصورات میایم بیرون و روی زمین ببینیم که چه میگذرد در اقتصاد، و میدونم که این دوره برای شما خیلی الهام بخش خواهد بود. فصل 20 کتاب آقای منکیو رو ما با هم آغاز میکنیم. فصل 20 کتاب آقای منکیو درباره نابرابری و فقر هست. نابرابری درآمدی و فقر هست. بسیار مبتلا به کشور ما هست مطالبی که مطرح میشه، و شما خواهید دید که افرادی که متاسفانه در بسیاری مواقع سیاست اقتصادی رو در بسیار از مواقع تخریب میکنند و ادعا میکنند که دیگران نمیبینند، اتفاقا خودشون هستند که آگاهی کافی نسبت به مسائل روز جهانی ندارند و در اوهام متاسفانه در بسیاری از اوقات زندگی میکنند و به سر میبرند. بریم جلو ببینیم که مسئله نابرابری و فقر در کشورهای پیشرفته و در سطح جهان به چه صورت هست. نکته اولی که ما باید در نظر بگیریم اندازه‌گیری نابرابری یا سنجش نابرابری هست. The measurement of inequality. سوالات سنجشی که ما در اینجا مطرح می‌کنیم این هست که چقدر نابرابری در جامعه وجود داره. این نکته اول هست. اصلا آیا نابرابری وجود داره یا نداره؟ چقدر در میان کشور مختلف این سطح نابرابری متفاوت هست؟ منتها مسئله دیگری که مطرح میشه، ببینید نابرابری یک مبحث نسبی هست، اما فقر یک مبحث مطلق هست. ما یک تعریفی رو از فقر ارائه میدیم و اون وقت چک میکنیم میبینیم در کشور مختلف در واقع چه تعدادی از افراد مشمول این تعریف از فقر میشوند و مثلا چند درصد سوسایتی یا چند درصد جامعه در واقع این تعریف از فقر بر ایشان مترتب خواهد بود. بنابراین خب اینم نکته دیگری است که باید در نظر داشته باشیم. یعنی ما در مبحث نابرابری و فقر یک تصویر نسبی میتونیم ارائه بدیم و یک تصویر مطلق میتونیم ارائه بدیم. نکته‌ای که آقای فکر می‌کنم کندی بود یک بار مطرح کرده بود این بوده که همونطور که با جزر و مد وقتی که جزر شکل میگیره و دریا بالا میاد همه کشتی‌ها بالا خواهند اومد، اگر جامعه ثروتمندتر بشه همه وضعشون بهتر میشه، و اگر ما تعریف فقر رو یک تعریف مطلق مثلا تحت عنوان فقر غذایی در نظر بگیریم، اون وقت با بهتر شدن وضع جامعه و با رشد اقتصادی شما میبینید که تعداد افرادی که زیر خط فقر هستند کاهش پیدا میکنه. درصد افرادی که زیر خط فقر هستند بدین صورت کاهش پیدا میکنه. اون تا قبل از اینکه من ادامه بدم، اجازه بفرمایید من یک فایل بله این کوالیتی رو بیارم خدمتون. نه این بله خود کتاب رو من خدمتون بیارم. یک جمله از کتاب میخونم، دیگه من سفر رو شعر نمی کنم، ولی این جمله کتاب رو میخوام بخونم. این جمله کتاب از فردی هست که در دنیای سیاست بسیار شناخته شده هست تحت عنوان وینستون چرچیل. آقای وینستون چرچیل نخست وزیر شهیر کشور انگلستان هست که در زمان جنگ جهانی دوم رهبری ایشان در کشور انگلستان بسیار حائز اهمیت بوده. برای همین هست که البته اون زمان به عنوان بریتانیای کبیر شناخته میشد و بعد از جنگ تبدیل به کشور بریتانیا شد یا کشور انگلستان شد، چون دیگه از اون امپراتوری چیزی باقی نماند و بسیاری از مستعمرات مستقل شدند. اما نکته‌ای که اینجا مطرح میکنه آقای وینستون چرچیل که در کتاب در ابتدای فصل آقای منکیو این جمله رو از آقای چرچیل قرار میده، بسیار حائز اهمیت است. من اینجا خدمتتون میخونم. The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings.
The inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries. خب من خدمت تو اینو ترجمه میکنم. خیلی قشنگ توضیح میده. میگه که پلیدی ذاتی سرمایه زایی، البته کپیتالیزم رو در ایران به عنوان سرمایه داری ترجمه میشه، در حالی که کپیتالیزم یعنی فرهنگی که بر انباشت سرمایه تأکید داره، و اینکه بر انباشت سرمایه تأکید میشه به نظر میرسد که سرمایه زایی بهتر باشه تا سرمایه داری. و البته کپیتالیزم یک اصطلاحی است که با کرونی کپیتالیزم مشترک است، که در کرونی کپیتالیزم دیگه اون در واقع واژه مثبتی که در زبان انگلیسی تحت عنوان کپیتالیزم ما میشناسیم دیگه مطرح نیست، و بنابراین بنده دو ترجمه کاملا متفاوت از کپیتالیزم ارائه دادم تحت عنوان سرمایه زایی و سرمایه خواری رفاقتی. خب اینجا منظور سرمایه زایی هست. میگه که پلیدی ذاتی سرمایه زایی این هست که در واقع موهبت ها رو به طور یکسان تقسیم نمی کند. یعنی یک افراد در جامعه یک سری زیادی موهبت هست، یک سری زیادی خوشی هست، ولی این خوشی به طور مساوی تقسیم نشده. بعد میگه the inherent virtue of socialism، و در مقابلش مزیت ذاتی سوسیالیسم is the equal sharing of miseries، این هست که بدبختی ها رو به طور کامل به طور مساوی تقسیم میکنه. آیا شما میخواید بدبختی در جامعه بدبختی داشته باشید ولی این بدبختی ها به صورت کاملا مساوی تقسیم بشه، یا ترجیح میدهید که همه خوشی داشته باشن، همه مزیت داشته باشن، ولی این مزیت ها به صورت کاملا در واقع یا کاملا یا به صورت نسبی به صورت نابرابر تقسیم بشود؟ این فصل روی این مطلبی که من الان خدمتتون خوندم تاکید ویژه میکند. دقت بفرمایید. پس اینکه چه تعداد افراد در فقر به سر میبرند نقطه مهم بعدی است که ما میخوایم مد نظر داشته باشیم. مسئله بعدی این هست که در سنجش میزان نابرابری چه مشکلاتی رخ میدهد، و این بسیار بسیار مهم هست و ما رو به یک تواضعی دعوت میکند که اون برداشت اولیه که ممکن است از نابرابری در جوامع داشته باشیم ممکن این برداشت کاملا تلطیف بشه یا خونسا بشه و ما به دید بهتری نسبت به شرایط جامعه برسیم. مسئله آخری که در اندازه‌گیری در سوالات سنجشی مطرح میشه این هست که مردم چند وقت یک بار در بین طبقات درآمدی جابجا میشوند. این رو تحت عنوان اینکام موبیلیتی شناخته میشه، یعنی اینکه جابجایی در طبقات اجتماعی آیا در یک جامعه شکل میگیرد یا شکل نمیگیرد. و اینجا هست که در مثلا در ایالات متحده که از هر 5 میلیونر 4 میلیونر بر اساس تلاش‌های شخصی خودشون میلیونر شدند، این مسئله بسیار حائز اهمیت خواهد بود. فقط 1/5 میلیونرها در آمریکا ثروت خودشون رو به ارث بردند و 4/5 ثروتشون در واقع بر اساس تلاش خودشون تقسیم شده. نکته دیگری که در ایالات متحده مطرح میشه این هست که معمولاً پدر بزرگ ثروتمند معلوم نیست که به نوه ثروتمند منجر بشه، و اینکه این رابطه به تدریج قطع می شود. و این جالبه، یعنی اینکه بر اساس شایستگی افراد، بر اساس تلاش که می کنند افراد ممکنه که از نردبان ترقی بالا بروند، یا اگر تلاش نکنند متاسفانه پایین بروند، از سطح بالایی که هستند از طبقات بالا می توانند به طبقات پایین تر سقوط کنند. توزیع نابرابری. خب اینکه نابرابری چگونه ما میتونیم اندازه گیری کنیم؟ معمولا این هست که کل افراد جامعه رو میان به گروه هایی تقسیم میکنند. به چه گروه هایی؟ ممکنه به 100 گروه تقسیم کنند، هر گروه رو تحت عنوان صدک بشناسند، یا ممکنه که حتی به 1000 گروه تقسیم کنند، هر گروه رو به عنوان هزارک بشناسند، یا به 10 گروه تقسیم کنند، هر گروه رو دهک بشناسند، یا به 5 گروه تقسیم کنند، هر گروه را پنجک بشناسند، یا ممکن است به 4 گروه تقسیم کنند، هر گروه را حالا چارک بنامند. اینجا در کتاب اومده کل جامعه رو به 5 گروه تقسیم کرده، منتها نه کل افراد جامعه رو، کل خانوارهای جامعه رو اومده به 5 گروه تقسیم کرده بر اساس درآمد. یعنی چی؟
یعنی از ثروتمندترین خانوار شروع میکنن در یک فایل اکسل، مثلا میان پایین تا به فقیرترین فرد جامعه برسن. البته لزومی هم نداره که دیتای همه افراد خانواده، همه افراد جامعه رو در نظر بگیرن، میتونن یک سمپلی داشته باشن، یک نمونه ای از افراد داشته باشن، مثلا چند هزار نفر رو تحقیق کنن، بررسی کنن، نظرسنجی کنن، آمارگیری کنن و بر اساس اطلاعاتی که به دست میاد این چند هزار نفر رو به عنوان نماینده کل جامعه در نظر بگیرن و اینها رو بیان به 5 گروه تقسیم کنن. در هر گروه معمولا تعداد یکسانی از خانوارها رو قرار میدهند. این جالب است که این روش در واقع سورت کردن افراد و تحلیل آماری بر اساس گروه ها، این اتفاقا در فایننس هم خیلی کار قشنگی میشه انجام داد، که من خودم در نیکان کپیتال که بودم این مسئله رو کاملا به همین صورت ما انجام دادیم و مثلا شرکت ها رو بر اساس نسبت های حسابداری مختلف سورت میکردیم و به عنوان مثال ریترن سال بعدشون رو میومدیم محاسبه میکردیم ببینیم آیا اگر نسبت های حسابداری در سطح خاصی باشن ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که قدرت پیشبینی آینده رو دارند یا نه. در اینجا مثلا میبینیم بر اساس درآمد میایم کل افراد یک جامعه، کل خانوارهای یک جامعه رو میایم تقسیم میکنیم. حالا وقتی که تفاوت درآمدها رو در سال 2014 اینجا آمده بررسی کرده، البته آمار کتاب مربوط به سال 2017 است ولی تفاوت چندانی نمیکنه، پنجک پایینی یعنی یک پنجم پایین جامعه که مثلا در ایران میشن این چیز حدود 20 میلیون نفر، درسته یا 20 میلیون میشه 100 تا، نه مثلا میشه مثلا 16-17 میلیون نفر، 17 میلیون نفر پایینی جامعه مثلا اگر در آمریکا رو بخوایم در نظر بگیریم که حالا اونجا مثلا 300 میلیون در نظر بگیرید، مثلا یک پنجم 300 میلیون مثلا 60 میلیون پایین جامعه، یه چیز حدود 3.6% کل درآمد جامعه به اینها تعلق پیدا میکنه و پنجک بالایی یه چیز حدود 49% از کل درآمد جامعه به پنجک بالایی میرسد. شما تفاوت رو میبینید، خیلی تفاوت زیادی هست بین پنجک پایینی و پنجک بالایی. اینجا هست که یک سری از افراد بر اساس همین دایده‌های خام به این نتیجه میرسن که در جامعه ظلم گسترده‌ای در جریان هست و مشکلات جدی هست و به دنبال جامعه برابرتر این افراد تلاش میکنند که جامعه برابرتری رو شکل بدهند. خب ولی ما اگر یک مقدار جلوتر بریم مسئله یک مقدار برای ما بارز میشه، برای ما روشن میشه. در این کارتونی که ملازم فرمایید در این کاریکاتور میگه که تا جایی که به من مربوط میشود آنها میتوانند با حداقل دستمزد هر کاری را که میخواهند انجام دهند، فقط تا زمانی که دستشان را از حداقل دستمزد دور نگه دارند. حداقل دستمزد قبلا هم در مورد صحبت کردیم، در این فصل مجددا در انتهای فصل در این مورد صحبت خواهیم کرد. یکی از ابزارهایی هست که به نظر میرسه برخی از افراد اعتقاد دارند میتواند نابرابری ها را در جامعه کاهش دهد، اما خب اما و اگر زیادی در این مورد مطرح میشود. بسیار خوب، بریم جلوتر. توزیع درآمد در ایالات متحده در سال 2017، حالا این جدول مال 2017 است، ملاحظه میفرمایید که پایین ترین کوانتایل یا پایین ترین پنجک 33,551 دلار یا کمتر درآمد خواهد داشت و بالاترین پنجک که تاپ کوانتایل باشه یه چیز حدود 145,000 دلار یک خانوار درآمد دارد و 5% بالای جامعه 261,000 دلار درآمد دارند. وقتی که به این جامعه شما به این صورت مینگرید به نظر میرسه که یک فاجعه در کشور آمریکا ما داریم میبینیم. البته آمریکا نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته از نظر نابرابری وضعیت بسیار بدتری داره، یعنی بقیه جوامع به خصوص جوامع اروپایی و ژاپن وضعشون به مراتب بهتره. من برداشتم این است که از نظر نابرابری کشور ما یک چیزی در سطح آمریکا یا شاید بدتر از آمریکا هم باشد. این در واقع بر اساس داده خدمتتون عرض نمی‌کنم، بر اساس مشاهدات شخصی خودم خدمتتون عرض می‌کنم. حالا یه مقدار جلوتر میریم و می‌بینیم که حالا این مسئله که انقدر شدید ما می‌بینیم این نابرابری‌ها وجود داره، شاید انقدرها هم شدید
نباشد. البته این از دیدگاه فردی مثل آقای منکیو هست که به اقتصاددان محافظه‌کار مشهور است و بالاخره در دولت‌های محافظه‌کار آمریکا ایشون به عنوان مشاور مشغول به کار بوده. روند توزیع درآمد یک مسئله که باید خدمتتون عرض کنم که جلسه پیشم فکر می‌کنم اشاره کردم، یعنی در دوره پیش، این است که از 1935 تا 1970 توزیع درآمد به تدریج برابرتر شد و جامعه امریکا داشت میرفت به سمت یک جامعه آرمانی و وضعیت به نظر میرسید که هر روز بهتر از دیروز. ولی از 1970 تا سال 2017 که آمارهای نسلایتا مربوط به سال 2017 هست، توزیع درآمد کاملا نابرابرتر شده. البته من عرض کنم خدمتتون که بعد از بحران سال 2008 تلاش‌هایی در کشور امریکا و در کشورهای صنعتی صورت گرفته در جهت برابری بیشتر در جامعه. این رو هم باید مد نظر قرار بدهیم که این روند 1970 تا 2017 تا 2008 روند کاملا نزولی بوده و بعد از اون به تدریج به نظر میرسه از سال 2012-2013 به تدریج در حال اصلاح است، جامعه داره به یک سمت بهتری حرکت میکنه. این رو هم در نظر بگیرید که امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، آماری که اخیراً بیرون آمده پایین ترین نرخ بیکاری رو در طی 60 سال گذشته در امریکا گزارش داده. البته خیلی بعید است که این وضعیت آرمانی و باور نکردنی تا سال بعد هم ادامه پیدا کنه و احتمالاً نرخ بیکاری از 3.4% به چیز حدود 4.2 تا 4.5% احتمال داره که افزایش پیدا کنه در طی یک سال آینده. ولی روند این جامعه یک روند روبه صلاحی بوده، یک روند روبه بهبودی بوده. دلایل نابرابری اگر بخوایم در نظر بگیریم، یا دلایل این که چرا روند 1935 تا 1970 بعد ادامه پیدا نکرد و وضعیت بدتر شد، قبلا هم خدمتتون عرض کردم، یکیش افزایش تجارت بین الملل با کشورهای دارای دستمزد پایین بوده و دیگری تغییرات در تکنولوژی بوده. یعنی در واقع بخشی از جامعه که به خصوص افرادی که مثلا مغازه های کوچک یا کارگاه های کوچک داشتن، اینها خیلی ها کارشون از دست دادن و این باعث شده که روند نابرابری تشدید بشه. از نظر تکنولوژی هم کسانی که بهره مندتر هستن یا از هوش و استعداد بالاتری برخوردار هستن، روند پیشرفت تکنولوژی به نفع این افراد و به ضرر افرادی است که سواد کافی رو ندارند یا از هوش و استعداد کافی برخوردار نیستند. خب حالا ما اعداد رو به صورت دلاری خدمت شما مثلا در جامعه آمریکا نشون دادیم، حالا میام همین اعداد رو به صورت چی در نظر میگیریم؟ به صورت درصد در نظر میگیریم. دقت میفرمایید، اگر اعداد رو به صورت درصد در نظر بگیریم از 1935 تا سال 2017، میبینیم که پایینترین پنجک یا پایینترین کوانتایل، باتم کوانتایل، یک مقداری درصدی که از درآمد داشتن کاهش پیدا کرده، یعنی از 4.1% به 3.8% کاهش پیدا کرده. اما سکند کوانتایل یا پنجک دوم دقیقا همون هست، یعنی 9.2% در سال 1935 بوده و دقیقا 9.2% هم در سال 2017 بوده، ولی درآمدشون، درآمد هر دو گروه تا سال 1980 خیلی خیلی بهتر شده بوده، یعنی از 4.1 به سمت 5.3 و حتی 5.4 رسیده بوده و بعد کاهش پیدا کرده به 3.8 برای پایین ترین پنجک و برای پنجک دوم از 9.2 رشد کرده بوده، یه چیزی به 12.2 هم رسیده بوده و الان به 9.2 کاهش پیدا کرده. میتونیم بگیم که جامعه آمریکا از نظر برابری الان تقریبا در سطح سال 1935 هست. پنجک سوم وضعیت فعلی از وضعیت سال 1935 بهتر است. وضعیت سال 2017 15.1% ولی در سال 1935 14.1% بوده. اما همین پنجک میانی رو هم که اگر وقتی که در نظر میگیریم، میبینیم که در دهه 1980 در سال 1980 درصد درآمدشون تا 17.6% هم افزایش پیدا کرده بوده. و برعکس پنجک چهارم و پنجک پنجم، میبینید که پنجک چهارم رشد خوبی داشته، از 20.9% به حداکثر 24.4% رسیده و الان هم 23.1% هست.
پس 54 یک مقداری درآمد کسب، یعنی سهم درآمدی بالاتری کسب کرده. و وقتی که میریم سراغ 55، میبینیم که درآمدها از 51% به 48.8% کاهش پیدا کرده و البته روند از 1980 تا امروز صعودی بوده، یعنی تا 48 41% هم کاهش پیدا کرده بوده، تا 40.9% هم کاهش پیدا کرده بوده و بعد افزایش پیدا کرده به 40 48.8 درصد. یک روندهای کاملا مشخص بلند مدتی در طی این سالها دیده می شود که پنجک پنجم یک مقداری از سهم درآمدی خودش رو تا سال 1380 از دست داده بوده و پس از اون بخشی از اون درصد درآمدی رو دوباره کسب کرده. وقتی 5% رو شما در نظر میگیرید، 5% بالای درآمدی جامعه امریکا از 26.5% درآمد تا 14.6% کاهش پیدا کرده بوده و مجددا به 20.7% افزایش پیدا کرده. به این جدول که نگاه میکنیم و روندها رو که میبینیم، نمیتونیم بگیم که مثلا تغییرات خیلی شدید بوده، مخصوصا برای پولدارهای جامعه آمریکا، مخصوصا برای 1/5 بالایی درآمد خیلی، یا مثلا 5% برتر جامعه آمریکا، درآمدها خیلی تغییرات عجیب غریبی نداشته. این نکته اولی است که باید مد نظر قرار بگیره. خب معیار نابرابری، یکی از معیار نابرابری که به کار میبرند این است که نسبت پنجک حساب میکنند، یعنی درآمد دریافت شده توسط ثروتمندترین پنجک رو تقسیم میکنن بر درآمد فقیرترین پنجک. ما با همدیگه این کار رو انجام بدیم ببینیم چی میشه. دوستان 51.7 رو تقسیم بر 4.1 بکنید، حالا من براتون انجام میدم اینجا. پس 51.7 تقسیم بر 51.7 تقسیم بر 4.1. بله آقای بختار درست نوشتن 12.6. خب این رو در نظر بگیرید، 12.6 در سال 1935 بوده، حالا در سال 2017 48.8 رو تقسیم میکنیم بر 3.8، خب میشه 12.84. از 12.60 به 12.84 درآمدها در واقع نسبت نابرابری یا نسبت پنجک یک مقداری افزایش پیدا کرده، ولی در حدی نیست که ما روش بتونیم یک استدلال خیلی جدی داشته باشیم و بگیم که وضعیت نابرابری در امریکا خیلی تغییر کرده. البته من در سال 2016 که در ترنتو ایتالیا در دورهای آقای سیگلیس شرکت می کردم، یک ورکشاپی اونجا برگزار شد که یک خانمی بودن که رئیس یکی از مهمترین سینک تنک های آمریکا بودن، در مورد نابرابری وقتی صحبت میکردن خیلی ترسناک بود و مطالبی رو میگفتن که در اینجا شما نمیبینید. و واقعیت این بود که افراد امریکایی از زندگی خوبی برخوردار هستند، ولی کاملا در قرض فرو رفتند، یعنی زندگی رو میسازند با استفاده از اعتبار و بعدها همیشه در نگرانی به سر میبرند. این است که شما ببینید که قدرت مانورشون خیلی کاهش پیدا میکنه، یعنی شما ببینید وقتی مریض میشن به عنوان مثال، اگر مشکلی برای مثلا کارشون پیش بیاد، مثلا بیمهشون دچار مشکل بشه، دچار بیماری بشن، ناگهان در بین طبقات درآمدی کاملا سقوط میکنن و بسیار والنربل هستند، یعنی بسیار آسیب پذیر جامعه آمریکا، به خاطر اینکه یک سیستم کاملا رقابتی رو ایجاد کرده که من که اونجا زندگی میکردم سطح استرس رو من درک میکردم که تا چه سطح بالایی بود. حتی در دبی که من زندگی کردم بعدها، که خیلی زندگی آرام با آرامش و خیلی زندگی واقعا لوکسی مردم اینجا دارن، ولی من که در بانک آمریکایی کار میکردم از اون محبت ها خیلی برخوردار نبودم و سطح استرس رو در زندگی کاملا تجربه میکردم. این تجربه شخصی خود بنده بوده. درجه نابرابری در سراسر جهان به طور قابل ملاحظه متفاوت است. پس یک نکته این بود که وقتی ترند رو محاسبه میکنیم، میبینیم که وضعیت نابرابری یک مقدار زیادی بهتر شده مثلا در امریکا، بعد مجددا رو به وخامت گذاشته، ولی تغییرات خیلی تغییرات وسیعی نیست. البته از 1980 خیلی تغییرات وسیعه، ولی در ترند بلند مدت تر که در نظر میگیریم،
حالا خیلی مسئله شدید نیست، اما anecdotal evidence یا مشاهدات شخصی رو اگر شما از طرف خود بنده ببینید، خدمت رو عرض میکنم که یک جامعه خیلی سختیه، جامعه خیلی بیرحمیه، از برخی از تجربیات اینجوری نشون میده. اما در دنیا بسیار بسیار متفاوته. شما ملاحظه بفرمایید همین نسبتی که ما الان محاسبه کردیم با هم دیگه، مثلا نسبت پنجک، اگر نسبت پنجک رو حالا اینجا که محاسبه کرده 9.4 در آورده، من نمیدونم برای چه سالی محاسبه کرده که 9.4 در آورده، البته شاید مثلا 2021 باشه یا بعدش باشه، نمیدونم. ولی اینجا برای آمریکا 9.4 در آورده، منتها مقایسه کنید آمریکا رو با دوست و برادر ونزوئلا که 15.8 است. سیاست‌های سوسیالیستی می‌بینید که نه فقط اصلا درسته که میاد و میزری رو یا فلاکت رو میاد تقسیم میکنه، ولی باز هم می‌بینیم که حتی علارغم اینکه کشور رو به فلاکت میکشاند، با این حال کشور برابرتر نمی‌شود، هیچی به مراتب نابرابرتر هست. در بین کشورهایی که اینجا در این مطالعه مد نظر قرار گرفته، کشور سوئد و کشور پاکستان به دو دلیل کاملا متفاوت در بهترین وضعیت نظر نابرابری دارن. به نسبت پنجک در پاکستان 4.4% است، نسبت پنجک در سوئد 4.6% است. کسی میدونه چرا نسبت پنجک در پاکستان انقدر پایینه؟ احسن، در پاکستان اینطوری بوده که نه اینکه توزیع فقر داشته باشن، که کلا جامعه فقیر هست، همه درآمد پایین دارن. آقای ندایی نوشتن جوانی جمعیت فقر. آقای کیخا شما کتاب خوندی؟ چون که یک مطلبی که خیلی مهم است این است که، حالا بعدا خدمت رو عرض میکنم، این است که جامعه وقتی که جوانتر هست فقر بیشتره درش، با معیارهایی که ما میسنجیم به تدریج که سن جامعه به سمت پیری میره و سن بالا میره، افراد بالاخره یک انباشت دارایی خواهند داشت که وضعیت فقر رو کاهش میدهد. بله، پس ولی در پاکستان بالاخره شما میدونید که فقر گسترده در جریان است، حتی پولدارها هم به نحوی فقیر هستند. من این رو یه وقتی که بشاگرد بودم خیلی با گوشت و پوست و استخوان خودم درک میکردم که مثلا خان اونجا واقعا اونم در فقر مطلق بود، در یک فقر خیلی شدیدی بود، ولی خان بود، میدونید، دستور میداد، امر میکرد. خدا نکنه آقای بختار میگن که آینده کشور ما، نمیدونم واقعا چی بگم، چی عرض کنم. پس ببینید در پاکستان 4.4% در واقع پایین ترین نسبت ها رو داریم و در سوئد، حالا سوئد کاملا متفاوته و برای این جالبه که نروژ رو نگذاشته. یک روزی من یک آقای ایرانی رو در دبی ملاقات کردم. این آقای ایرانی جالب بود که مسلمان هم نبودند، ایشون مسیحی بودند و ایشون اهل نروژ بودند. البته یادم نیست که فکر نمی‌کنم نروژ به دنیا آمده بودند، چون فارسی هم خیلی خوب صحبت می‌کردند، ولی قطعا از دبیرستان نروژ بودند تا اونجا که یادم میاد. ایشون مسیحی بودند و از نروژ فرار کردن. خودشون من گفتن من از نروژ گریختم رفتم به سوئد. ببینید نروژ چیه که ازش فرار میکنن میرن سوئد. حالا نروژ یکی از بهترین شرایط درآمدی رو در دنیا داره. من عرض کردم چرا؟ گفت برای اینکه هیچ تفاوتی بین افراد نیست، انقدر مالیات بالاست که شش تفاوتی، یعنی فرد وقتی تلاش میکنه به نتیجه نمیرسه. ایشون گفتن من دکترا گرفتم و همکلاسی من دیپلم گرفت و درس رو متوقف کرد، اون رفت یک خاربار فروشی زد، یک بقالی زد، من رفتم درس خوندم و نتیجه این شد که ما در سن مثلا 35 سالگی ایشون از من به مراتب وضعیت بهتری داشت. و میگفت من رفتم سوئد، اونجا تونستم بالاخره کار کنم، یه مقداری پس انداز داشته باشم و بعد وقتی وارد بهشت دبی شدم تفاوت زندگی رو اینجا متوجه شدم. پس بنابراین شما باید در این کشورها زندگی بکنید تا در نهایت به نتیجه برسید که کدام کشور مورد علاقه شما است و کدام کشور برای شما کشور مناسبی است. یک سری افراد در کشورهایی که در اقتصاد مثل مثلا سوئد و نروژ اقتصاد رفاه دارند یا چتر حمایتی بهتری دارند، مثلا ژاپن، مثلا انگلیس، مثلا کانادا، مثل استرالیا، یه سری از افراد خیلی لذت میبرن از این جامعه. افرادی که نمیخوان تحت فشار خیلی شدید قرار بگیرن، افرادی که نمیخوان تلاش خیلی زیاد بکنند، افرادی که شاید تنبل باشن، اصلا دست خود فرد نیست، یه فرد تنبله، کارش نمیتونه بکنه. دقت میفرمایید؟ حالا این ممکنه که
اکتسابی باشه، ممکنه که ژنتیک باشه، مسائل دیگه داشته باشه. نمیشه خیلی قضاوت جدی داشت روی این افراد. و برعکسش هم هست، برعکسش هم از کسی هست که اصلا نمیتونه از در واقع بیکاری لذت ببره. من فقط یک دوره خیلی کوتاه در زندگیم بوده که تونستم واقعا بر اساس زندگی دلخواه خودم رو داشته باشم. اونم زمانی بود که از امریکا به ایران برگشتم، یک چند ماهی من یک زندگی خیلی خوبی داشتم، کتاب ترجمه میکردم، مقاله میخوندم و خیلی زندگی آرمانی برای بنده بود، ولی دیگه هیچ وقت ادامه پیدا نکرد. و همه این مطالب که آموختم همیشه تحت فشار زندگی بوده، یعنی در کار بوده یا در دانشگاه بوده، یعنی انتخاب خیلی وقتا انتخاب شخصی، شاید اگر میخواستم کتابی بخونم کتاب دیگری میخوندم. خیلی ولی راضی هستم از این مسیری که در زندگی داشتم. منتها متصور هستم که اگر یک جامعه ای بود که حداقل معیشت تأمین میشد، شاید بنده یک جور دیگر رفتار میکردم. یک سری از افراد هستن که یک سری استعدادهای غیر اقتصادی دارن، غیر تجاری دارن، مثلا اصحاب هنر، مثل نویسندگان، اصلا کل فعالیت هایی که اتفاقا به روح بشر خیلی نزدیکه. دقیق میفرمایید، اگر یک جامعه باشه که حداقل معیشت تضمین بشه، این نوع افراد که شما ممکنه تصور کنید که تنبل هستند، اتفاقا این نوع افراد شکوفا خواهند شد. طرف استعداد هنری داره، طرف میتواند نویسنده خیلی خوبی باشه، ولی به دلیل اینکه باید معیشت رو تأمین بکنه، هفتهی 40 ساعت 50 ساعت سر کار هست که یک حداقل معیشتی رو برای خودش تضمین کنه. من برای جامعه آرمانی ایده های خیلی زیادی دارم که میخواستم در یک کتاب بنویسم، ولی خب فکر نمی کنم شاید در زندگی بتونم این کتاب ها رو هیچ وقت بتونم بنویسم، چون میگم همیشه مشغول بودم و همیشه تلاشم این بوده که بالاخره به یک حداقلی برسم. آره ببینید، مثلا جامعه میشه داشت. الان واقعا برای من عجیبه است که من در شهری که خودم زندگی کردم و یک مقداریم احساس تعلق به اون شهر میکنم، یعنی شهر دبی، واقعا نمیدونم چطور، ولی به همون نتایج رسیدند که بنده خودم رسیدم. مثلا جامعه دبی اولین شهری در دنیا هست که، یا کل کشور امارات البته، این کارو کرد که مثلا روزهای تعطیلی رو به 2 روز و نیم رسوند. یعنی افراد به کوب کار میکنن تا روز جمعه، ساعت جمعه ساعت 11:30 همه کار میکنن، از روز دوشنبه تا روز جمعه، جمعه میرن نماز جمعه، بعدش میرن استراحت میکنن، شنبه تعطیل، یک شنبه تعطیل. این واقعا به نظرم میتونه خیلی خیلی آرامش رو در جامعه افزایش بده. و این 2 روز و نیم تعطیل، نصف روزش رو افراد در واقع استراحت میکنن، اون 2 روز باقی مانده رو به فعالیت های دیگری میرسند که در جهت تعالی بشر هست. البته به تدریج این اتفاق میفته. مثلا ممکنه یک هابی خاص داشته باشن، دقیق میفهمن، یک هنر خاص داشته باشن و اینها رو به تدریج شکوفا کنن. بگذاریم، نکات زیادی در این مورد هست. یک زمانی اگر فرصتی شد میخواستم خدمتتون اینا رو ارائه بدم و انشالله حالا ببینم کی امکانش پیش میاد که خدمتتون ارائه بدم. بله، پس جامعه سوئد و جامعه پاکستان به 2 دلیل کاملا متفاوت، 2 تا جامعه ایگالیتاریان هستند، 2 تا جامعه برابرگرا هستند، در حالی که بالاترین نابرابری در شاید در دنیا مربوط به آفریقای جنوبی یا ساوت آفریقا باشه. من فکر میکنم که خیلی از کشورهای دیگر هم ممکنه که بتونیم در اینجا قرار بدیم. البته اینجا دیگه هم اسمش اومده، کشور برزیل یک کشوری است که نابرابری در این کشور شهره خاص و عام است. دقیق میفرمایید. ولی خب وضعیت ایران هم به نظرم از نظر برابری وضعیت مناسبی نیست. ما متاسفانه توزیع فقر داشتیم و داریم به این روند ادامه میدیم. هند چرا بدتر باشه آقای؟ هند رو اینجا نوشتیم. هند نه، هند خیلی جامعه برابریه. اتفاقا یک مقدار ایده‌های سوسیالیستی و این هم در هند هست که همین ها باعث شد که هند یک مقدار زیادی عقب بیفته و جامعه خیلی برابری داره اتفاقا آینه داره. اما چین که قبلا جامعه برابری داشت، بعد از اینکه اصلاحات در چین صورت گرفت، میبینید که نابرابری افزایش پیدا کرده. ولی بزرگترین پروژه تاریخ بشر در عرصه فرازدایی در چین اتفاق افتاده. بنابراین اگر شما زندگی چینی ها رو ببینید،
به نظر میرسه که یک اتفاق خیلی برای خودشون یک اتفاق خیلی مبارکی افتاده. بگذاریم از اینکه من وقتی که در دانشگاه شیکاگو در لا اسکول تدریس تحصیل میکردم، بخش عمده کلاس دانشجویانی بودن که از چین اومده بودند یا اساتید دانشگاه بودن که از چین اومده بودن، و آنچه که من دیدم سطح زندگی و معیشت بسیار خوبی داشتند. البته خب شانگهای فرق میکنه، یک شهری ساختن که از نظر مثلا درآمدی خیلی بالاست، یا هنگ کنگ یکی از بالاترین ها در دنیا هست، یا جامعه چینیانی که مثلا سنگاپور خب حاصل تلفیق چند فرهنگ است، بخش عمدهش که چینی ها هستند دیگه، میدونید، یعنی چینی ها یک جای در مکنت خیلی بالا، ثروت خیلی بالا قرار دارند. بگذاریم بریم جلوتر. بله، خب نرخ فقر. خب حالا ما در مورد برابری تا اینجا صحبت کردیم، اما به جای برابری میتونیم در مورد فقر هم صحبت کنیم. اینجا بیایم نرخ فقر رو مثلا مطرح کنیم. درصد جمعیتی که درآمد خانواده آنها به زیر یک سطح مطلق یا خط فقر میرسه. معمولا خط فقر رو 1 دلار و 2 دلار در نظر میگیرن و افرادی که درآمدشون یا خانوارهایی که درآمدشون زیر این سطح هست رو به عنوان فقرا در نظر میگیرند. معمولا مثلا در آمریکا یک سطح فقری رو توسط دولت فدرال تعیین میشه که هزینه 3 برابر ارائه یک رژیم غذایی مناسب هست. به نظر شما در شهر تهران فرد در روز چقدر هزینه غذا داره؟ هزینه معمول غذا به نظر شما؟ ببینید با هم دیگه داریم تمرین حل میکنیم دیگه. من فکر میکنم یه خانواده 3 نفره فکر میکنم یه حدود 300 تومن درسته. یعنی آقای حسامی نوشتن 300 تومن. به نظر من یه خانواده 3 نفره، حالا 3 تا 4 نفره، شاید بچه ها کمتر هزینه مثلا غذایی داشته باشن، خانواده 3 تا 4 نفر که بود خانواده در ایران یه چیزی در همین حدود باید باشه، الان دقیق نمیدونم ولی یه چیزی بالای 3 بود قبلا، و یه چیزی حدود 300 هزار تومنه. 300 هزار تومن رو ضرب در 30 بکنید میشه 9 میلیون تومن. یعنی حتی خط فقر در ایران این تازه میگه که بعد این 9 میلیون، خیلی بس خطرناک، میگه که این 9 میلیون تومن رو ضرب در 3 بکنید تا خط فقر به دست بیاد. دقیق میفرمایید؟ یعنی هزینه غذایی رو ضرب در 3 بکنید، یعنی 30 ضرب در 300 هزار تومن میشه 9 میلیون تومن، ضرب در 3 میشه 27 میلیون تومن. این خط فقر است در کشور ما. البته مهمترین چیزی که روی بهره‌مندی افراد تأثیر میگذاره و خود بنده تجربه کردم این است که شما آیا منزل مسکونی دارید یا ندارید. یعنی جامعه که تعداد افرادی که اجاره نشین هستن بالاست، خیلی وضعیتشون، دغدغه هاشون خیلی متفاوته تا خانواده که منزل مسکونی مستقل داره. اینا باید در نظر داشته باشید. ولی این معیاری است که در جامعه آمریکا در نظر گرفته میشه. آمریکا چیزی که برای من خیلی عجیب بود، غذا خیلی ارزون بود در آمریکا. یعنی خودش تولید کننده بود و رقابت خیلی شدیدی در بین تولید کنندگان مواد غذایی وجود داشت. و این باعث میشد که یک مقداری معیارها یک مقداری دستکاری بشه. یعنی غذا اونقدر گرون نبود ولی سایر هزینه‌های زندگی خب خیلی گرونتر بوده. اینکه 3 برابر غذا در نظر گرفته چون سایر هزینه زندگی خیلی بالاست. ما که آبمون مجانیه، برقمون مجانیه، گازمون مجانیه، واقعیته. ببینید ما اینجا متاسفانه هزینه حامل انرژی رو دریافت نمی کنیم، در حالی که خیلی خیلی دارن برق امامی مصرف میکنن اصلا. حالا بگذاریم، بعدا ماشاءالله چه زندگی خوبی هم دارن و برق امامی مصرف میکنن. ولی آره، ما به نظرم میرسه اون 3 برابر اصلا مطرح نیست. یعنی شاید مثلا یه چیز حدود 1.5 برابر اون 300 هزار تومانی که ما هم در نظر گرفتیم، و اگر در نظر بگیریم در شهر تهران، حداقل بخش متوسط شهر تهران، شاید مثلا یه چیز حدود 14 15 میلیون تومان خط فقر باشه، و در سطح کشور احتمالاً به یک چیزی حدود مثلا 10 میلیون تومان 9 میلیون تومان به خط فقر برسیم. البته بستگی به بود خانوار داره، اندازه خانوار داره، اندازه خانوار خیلی مهمه، و خط فقر باید با توجه به سطح قیمت ها تعیین بشه. حالا ما بعدا بیشتر در این مورد صحبت میکنیم،
و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، امریکا مثل کشور چین یک روند بسیار موفقی داشته. البته از دوره زمانش فرق میکنه، ولی از 1950 که نرخ فقر یعنی حدود شاید یک چهارم جامعه امریکا فقیر بودند، وقتی به تدریج اومده بود تا سال 1980 درصد فقرا به چیز حدود 10% رسیده بود و پس از اون در همین حدود نوسان کرده و معمولا میگن که نصف پنجک اول درآمدی، نصف پنجک اول درآمدی فقیر هستند. در جامعه ایران من برداشتم این است که الان در شرایط حاضر شاید یه چیزی حدود 3/5 درآمدی متاسفانه زیر خط فقر قرار گرفتند و این یک فاجعه خیلی بزرگی است که در کشور اتفاق افتاده، ولی خب کسی به نظر نمیرسه در مسئولان و مدیران و اینها کسی واقعا خیلی برش مهم باشه این مسئله. البته ادعا میشه، ولی در عمل من نمیبینم که تغییرات جدی صورت بگیره. آخرین باری که نرخ فقر به شدت کاهش پیدا کرد و نرخ نابرابری کاهش پیدا کرد با هدفمندی یارانه ها بود که اگر خاطرتون باشه به شدت مورد هجمه هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا این ابتکار قرار گرفت و در نهایت نیمه کاره رها شد و ابتر ماند. خب خانواده میانه را اگر در آمریکا در نظر بگیرید، یعنی میانه یعنی اینکه تعداد مثلا جمعیت آمریکا اگر 300 میلیون باشه، نفر 150 میلیون رو اگر مثلا سورت کنیم کل جامعه رو، اون نفر وسطیه چقدر درآمد داره؟ این حدود 76000 دلار در سال 2017 درآمد داشته. خط فقر هم 24858 دلار گرفتن، حدود 25000 دلار. نرخ فقر هم عرض کردم 12.3، تقریبا نصف 25% خط فقر است. این نرخ فقر است. نرخ فقر 1959 22.4 بوده، 1973 11.1 بوده. اینها رو خب خدمتتون عرض کردم، سریع عبور کنیم. پس روند فقر با روند نابرابری تقریبا یک شباهت‌هایی رو ما می‌بینیم که داشته. فقر یک نابسامانی اقتصادی است، یا در کتاب تحت عنوان economic malady دقیقا فرمودید، یک بیماری اقتصادی یا نابسامانی یا ناهنجاری اقتصادی هست که بر تمام گروه های در اون جمعیت تأثیر میگذاره، همه رو تحت تأثیر خیلی جدی قرار میده و افرادی که داخل این در واقع گروه قرار میگیرد، اینها در واقع بازم یکسان نیستن، یعنی خیلی بعض وقتا فقر شدیدتره، بعض وقتا ضعیفتره. و یک موردی که باید مد نظر قرار بگیره این است که افراد وقتی فقیر میشن دیگه نمیتونن، قدرت تصمیم گیریشون سلب میشه. من وقتی که خودم دانشجو MBA فایننس بودم، چون باید شهریه پرداخت میکردم، یک مدتی در فقر شدیدی زندگی کردم. هم کار میکردم هم درس میخوندم و بهترین هرچی دارم در زندگی مال اون زمان هست از نظر مالی. آره فقر احمق میکند، فقر احمق میکند. من دقیقا خودم میدیدم که ضعف کالری و ضعف غذایی باعث میشه که فرد نتونه تصمیم بگیره. دقیق میفرمایید و خودم این رو تجربه کردم. این تجربه بسیار گرانبهایی بوده و همین تجربه و تجربه که در سن 20 سالگی در بشاگرد داشتم باعث شده همیشه در واقع دغدغه جدی من باشه. حتی وقتی از امریکا اومدم موضوع تز من در سطح بین‌المللی موضوع بسیار درآمدزایی بود. اون موضوع تیزی که در امریکا داشتم رابطه بین موج‌های ادغام و تملک شرکتی mergers and acquisitions با روندهای متغیرهای اقتصاد کلان بود، ولی وقتی که اومدم ایران موضوع تزم رو یک موضوعی قرار دادم در زمینه رشد اقتصادی و به طور مشخص در زمینه فقر هم کارهایی رو انجام دادم و در تز روی مسئله کار کردم. بنابراین این فقر شناسی یک بحث خیلی خاصی هست که در زیر مجموعه اقتصاد خرد و در زیر مجموعه اقتصاد توسعه مطرح می شود و انشالله اگر ما دوره اقتصاد توسعه رو بتونیم داشته باشیم که حالا نمیدونم اصلا استقبالی بشود یا نشود، خیلی این مطالب جالبی هست که مطرح بشه. یعنی اقتصاد توسعه به عنوان هابی شما میتونید شرکت کنید، به عنوان تفریح میتونید در درس اقتصاد توسعه شرکت کنید و خیلی بحث‌های خوب اونجا مطرح میشه. بخش عمده‌ای از اقتصاد توسعه در مورد اقتصاد فقر است. حالا در ایران ترجمه کردن به نام اقتصاد فقیر.
که ما نداریم چنین چیزی، فکر نمی کنم در زبان فارسی درست باشه. اگر بخوام بگیم اقتصاد، باید بگیم اقتصاد فقر یا باید بگیم اقتصاد فقرا. به نظرم اقتصاد فقیر در زبان فارسی زیاد اصطلاح قوی نیست. اقتصاد فقرا پور هم ده پور اگر باشه، یا پور میتونه جمع باشه. بگذاریم فقر و نژاد. حالا ببینیم چرا فقر به وجود میاد، چون مسئله خیلی اساسی فقر. میدونید فقر میماند، این بده. به تله فقر که فرد میفته دیگه نمیتونه از تله فقر خارج بشه، خیلی به سختی خارج میشه. تجربیات فقر تأثیرات بلند مدت میگذاره. ما میخوایم ببینیم که با چه رابطه ای داره. اولین نکته این هست که رابطه فقر و نژاد کاملا یک رابطه شناخته شده هست. مثلا در امریکا سیاه‌پوستان و لاتین تبارها از فقر بالاتری متاسفانه رنج میبرند. در کشور ما کسانی که به هر صورتی جزء حاشیه هستند متاسفانه به فقر میفتند. ممکن است اقلیت نژادی باشند، اقلیت زبانی باشند، یا اینکه در استانهای حاشیه‌ای زندگی کنند و این افراد متاسفانه فقیرتر هستند نسبت به سایر اقشار. در امریکا هم احتمال زندگی در فقر بیش از دو برابر سفیدپوستانه برای رنگین پوستانه در امریکا. دقت می‌فرمایید. خب بریم جلو. این جدول نشان می‌دهد که نرخ فقر در بین گروه‌های مختلف جمعیت بسیار متفاوت است. چه کسی فقیر است؟ ببینید وقتی همه جامعه آمریکا رو می‌بینیم 12.3% تقریبا یک هشتم جامعه امریکا فقیر هستند. دقت فرمودید. من اونجا که گفتم نصف، ببخشید، من چهارک رو در نظر گرفتم، پنجک اگر در نظر بگیریم 12% بیش از نصف پنجک اول هست. اینا باید اصلاح کنم. اما وقتی که جمعیت سفیدپوستان رو در امریکا در نظر میگیریم فقط 8.7%شون فقیر هستند. جمعیت سفید سیاه‌پوستان رو که در نظر میگیریم 21.2%شون فقیر هستند. جمعیت لاتین تبارها رو که در نظر میگیریم 18.3% فقیر هستند. جمعیت آسیایی تبارها رو که در نظر میگیریم 10% فقیر هستند. کودکان رو که در نظر میگیریم 17.5% فقیر هستند. در واقع سالخوردگان که در نظر میگیریم 9.2% فقیر هستند. افراد مزدوج رو که در نظر میگیریم 4.95% فقیر هستند. و در واقع زنان بی سرپرست رو که در نظر میگیریم female household no husband present، یعنی زنانی که در واقع سرپرست خانوار هستند 25.7% فقیر دارند. خب دوستان به این جدول نگاه کنید، بفرمایید کدام دسته فقیر بیشتری دارند، بیشترین فقرا مربوط به کدام دسته هستند. احسنت. سیاه‌پوستان و زنان سرپرست خانوار بیشترین سطح فقر رو دارند، البته بعد از اونها بچه‌ها هستند. یعنی اگر یک جامعه، یک خانواده خیلی مثلا جوان باشند، مخصوصا وقتی دختران در سن دبیرستان وقتی باردار میشوند خیلی وضعیت حادی پیدا میکنند. یه چیز خیلی آره، کودک همسری، کودک همسری که نمیشه گفت، اینجا همسری نبوده. خیلی از دخترها در سن دبیرستان یا در سن دانشگاه ممکنه که باردار بشن و اینها وضعیتشون خیلی وضعیت سختی میشه. علی حال ببینید، ما وقتی این آمار رو داریم خیلی خوب میتونیم اون وقت هدف گذاری انجام بدیم. دقت میفرمایید. و به باور بنده خیلی وقت اصلا هدف گذاری که باید انجام بدیم، اصلا وقتی که یک قانون جنرال داشته باشیم که الان خدمتتون عرض میکنم در مورد مباحث ارزشی این بحث، وقتی یک قانون جنرال داشته باشیم خیلی از این مباحث اصلا کلا حل میشه. بجز این نوع مطالعات فقر و سطح درآمد مثلا افراد مختلف، ما میتونیم یک سری چیز دیگه ما محاسبه کنیم و مثلا عرض کردم به خدمتتون مثلا سطح شادی افراد رو سعی کنیم به یک نحوی محاسبه کنیم، یا مثلا سطح افسردگی مثلا گروه مختلف رو میتونیم محاسبه کنیم. عرض کردم به خدمتتون قبلا هم که به عنوان مثال افرادی که معلول در منزل دارن، چه معلول ذهنی چه معلول جسمی، یا معلول یعنی در واقع بیماران روانی، دقت میفرمایید، بسیار بسیار زندگی سخت‌تر هست، یا معتادان
بسیار زندگی سختتر است نسبت به افراد دیگه جامعه. بسیار زندگی سختتر است. دقت میفرمایید و اینها این آمارها میتونه به ما خیلی کمک کنه در جهت سیاست هایی که در جهت فرزدایی داشته باشیم، در جهت اینکه زندگی افراد رو، معیشت افراد رو بهتر کنیم. خیلی من دلم میخواست که در این زمینه ها میتونستم سیاست گذاری در کشور داشته باشم، یا حتی اجازه میدادن که بنده مثلا به یک جایی مشغول بشم، فقط تحقیق کنم، حاصل پژوهش رو در اختیارشون قرار بدم. واقعا با در حالی که از شخصی به نفع بنده نیست، ولی حاضرم که اصلا درآمد هم نداشته باشم و این کار رو انجام بدم. ولی خب تا الان که موفق نشد. خب فقر و سن و سال عرض کردم خدمتون. کودکان بیش از حد متوسط اعضای خانواده بیش از حد متوسط more likely than average to be members of poor families. ببینید خانواده ای که بچه دار می شود، خانواده های فقیر بیشتر بچه دار می شود تا خانواده های ثروتمند. کسی می دونه چرا؟ آفرین حاج جعفری، نیروی کار. یعنی خانواده های فقیر نگاه می کنن میگن اگه بچه به دنیا بیاد، بله آفرین حاج جعفری احسنت برشون، احتمال میدن شانس بقا برای یکی. آفرین. اولا که یک مسئله کاملا کاملا چیز بیولوژیک هست اونجا که من میدونم، که وقتی که افراد دچار فقر غذایی شدید میشوند، از نظر تغذیه دچار مشکل میشوند، اتفاقا تمایزشون به فرزند آوری افزایش پیدا میکنه. این یک نکته هست که احتمالا راز در واقع بقای بشر بوده در یا بقای موجودات زنده بوده، که وقتی که خوشسالی میشه مثلا تعداد زیادی بچه بیارن که تعدادی ازشون زنده بمونن. پس این خیلی مهمه. یکی دیگه این هست که من یک تزی بود که یکی از اساتید ما در دانشگاه وقتی به ژنتیک بودم رو این کار میکرد و از من خواسته بود که این رو برم مدل ریاضیشو در بیارم، که من این زمان بهشون گفتم که این مدل ریاضیش به این صورت در نمیاد، لاغل من نتونستم در بیارم چون به عکسش میرسیدم. ولی معقوله، ایشون میگفتن که افراد بچه دار میشن، تعداد بچه زیاد میارن، که شاید به عنوان بلیت بخت آزمایی به این بچه ها نگاه میکنن، که شاید یکیشون مثلا پولدار شد بقیه رو نجات داد. دقیق میفهمم. ولی در اینجور خانوارها وقتی که فردی پولدار میشه معمولا خانوار رو ترک میکنه، غیر اینه رابطهش قطع میکنه. فکر نمیکنم حالا خیلی هم یه مقدار عجیبه این مسئله، یه مقداری برای خانوار، برای پدر مادر رابطه میماند احتمالا، ولی برای فرزندان دیگه اینکه مثلا کل خانواده رو بکشه بالا شاید هم اینطور نباشد. برحال میشه روش کار کرد. ولی مسئله اصلی این است که در جامعه ما قبل مدرن نیروی کار در واقع نیروی کار کشاورزی خیلی لازم بوده، بنابراین خانواده ها میرفتن دنبال، حتی معیارهای زیبایی فرق میکرد در جامعه ما قبل مدرن. مثلا دختری که لاغر بود مثلا هیچ زیبایی به نظر میرسید ندارد، و دختری که مثلا یه مقداری بالاخره از نظر جسمی قوی تر بود اون زمان زیباتر هم به نظر می آمد. در حالی که در جامعه مدرن کاملا برعکس شده، اصلا معیار تغییر کرده. دقت می‌فرمایید چرا؟ برای اینکه میگفتن اگر یک زنی، بله میگفتن اگر یک خانومی مثلا چیز باشه، از نظر بدنی قوی باشه، ممکنه بتونه 12 تا بچه بیاره، در حالی که یک خانومی که از نظر بدنی اگر ضعیف باشه مثلا ممکنه 4 تا بچه بیاره. فاصله بین 12 و 4 بوده، میدونید؟ یعنی اینجوری نحوه تصمیم گیری به این صورت بوده و الان کاملا کاملا متفاوته. خب دوستان دقت بفرمایید، بنابراین اگر شما همه این مسائل شما یه چیزی تو ذهنتون باشه، من میدونم هست، اون مطلبی که من در مورد یو بی آی خدمت شما گفتم، یونیورسال بیسیک اینکام یا درآمد یکسان نقدی، شما میبینید اینجا چقدر خوب خودشو نشون میده. شما لازم نیست اصلا، چقدر واقعا تا کجا ممکنه که جهالت یک جامعه رشد کنه که بیاد وام بده برای ازدواج، یا خدا وام بده برای فرزند آوری، وام بده برای فرزند آوری. اینو چجوری میخوام تو تاریخ بنویسید؟ الان من خدمتون توضیح میدم که چرا انقدر این احمقانه است. دقیق میفرمایید. ولی شما باید یک درآمد دائمی به وجود بیاورید، بعد نتیجه میگیرید و خیلی راحت میشه که به هر فردی مثلا یک درآمد حداقل معیشتی رو شما تضمین کنید و بقیه حمایت ها رو حذف کنید. بقیه حمایت هایی که در تک تکش چون فساد هست، در تک تک اونها تعارض و منافع هست. دقت میفرمایید، در تک تک اونها تعارض و منافع هست. ببینید مسئله بهزیستی در کشور ما
کمیته امداد، نهادهای حمایتی، فکر میکنه چرا لغو نقد نمیشه؟ ما که اگه به همه به طور یکسان ما پولی رو بدیم، خب دیگه اصلا به اینا احتیاج نیست. دقت میفرمایید؟ ولی چرا مقاومت شکل میگیره؟ چرا این نهادها به شدت مخالف هستند؟ پولشویی، راند، فساد؟ نه، دنبال درآمد خودشون هستند. بالاخره اینها یک جامعه هستن، مثلا 50,000 تا کارمند داره، حقوق بگیرن. دقت میفرمایید؟ این حقوق بگیره دنبال اون حقوق خودشه. دقیق فرمایید، یعنی میگه که من دنبال این هستم که به خانواده‌ای مثلا مستمند بیشتر برسه، ولی نگرانی که حقوق خودش حذف بشه. آفرین آقای تاها، چقدر قشنگ میشن. گفتن 1 ریال خرج فقیر میشه، 10 تومن خرج خودی ها. این خیلی باب هست در کل مؤسسات خیریه چریتی در تمام دنیا. این قضیه صادقه، مؤسسه چریتی درست میکنه که به خودشون پول برسونن بدون که مالیات بدن. در همه جای دنیا این قضیه صادقه. اخیرا من در یک مؤسسه خیریه سر زدم، گفت که مسئول مالیات اومده به من گفته که مثلا چقدر تعجب کرده، گفته چقدر همه چی حساب کتاب داره. بعد میگفت که ما یک مؤسسه دیگری که رفتیم مؤسسه خیریه بوده، بعد دیدیم که مثلا طرف اومده به عنوان مؤسسه خیریه، مثلا اینجور که الان نقل میکرد، گفت 500 میلیون تومان مؤسسه خیریه داده بود، بعد این مؤسسه این 500 میلیون تومان رو به پسرش داده بود که بره خوش باشه، به عنوان مثلا از کمک به فقرا، به پسر خودش از طریق مؤسسه خیریه کمک کرده بود. دقیق میفرمایید اینجوریه. و حالا اینا رو بذارید کنار، فقر را تشکیل خانواده، خانواده‌ای که مادر مجرد سرپرستی میکند فقیرتر هستند، احتمال زندگی در فقر 5 برابر بیشتر از خانواده است که یک زوج متأهل سرپرستی میکند. در جامعه ما به طور سنتی به خانواده خیلی بیشتر تاکید میشه. دقیق میفرمایید، یعنی سعی میکنند که خانواده رو حمایت کنند. حالا واقعیت این است که خانواده بعضی وقتا خیلی از نظر شادی، از نظر رفاه، یک خانواده‌ای که حتی در فقر است خیلی وضعیتش ممکنه بهتر باشه تا یک خانواده‌ای که تا افراد مثلا مجرد، یا خانواده‌ای که مثلا سرپرست مرد نداره. دقیقا میفرمایید، زنان بی سرپرست، اینا خیلی وضعیت چیز متفاوت میشه، وضعیت در واقع معیشتی خیلی متفاوت میشه. خب داده ها درباره توزیع درآمد و فقر. خب یه مسئله این هست که تصویری که ما از نابرابری داریم و اینجا ارائه کردیم خدمت شما کاملا تصویر ناقصی هست. من دقیقا منتظر بودم که به اینجا برسیم و کاملا همین تصویری که در امریکا دیدید کاملا تصویر مغشوشی هست. دلایلش هم خدمت شما عرض میکنیم. یکی اینکه درآمد سالیانه رو در نظر میگیره، درآمد سالیانه خانوار رو در نظر میگیره. خب وقتی درآمد سالیانه خانوار رو در نظر میگیره، نقل و انتقالات غیر نقدی به حساب نمیاد که این مبلغش کم نمیشه. یعنی رفاه یک خانواری که در فقر است خیلی وقتا از نظر مثلا در جامعه آمریکا افرادی که خیلی فقیر باشن مثلا از غذا تأمین میشوند، اما افرادی که خیلی در اون درجه نباشند ممکنه غذا بهشون نرسه. دقت میفرمایید، یعنی کسی از مثلا سرپرست، یعنی خونه نداره، بی سرپرسته، مثلا یک جای درست میکنن، گرمخانه درست میکنن، میگن شما میتونی اینجا شب بخوابی. ولی اونی که خونه داره ولی پول گرم کردن خونه رو نداره، اون دیگه تو اون خونه میمونه، وارد گرمخونه نمیشه و رنج میبره در اون منزل. دقت میفرمایید، این نقل و انتقالات غیر نقدی که مثلا کوپن غذایی اینها که به افراد فقیر اعطا میشود، یا در قالب کالا و خدمات به افراد فقیر اعطا میشود، یک مقدار این وضعیت فقر و وضعیت نابرابری رو یک مقدار زیادی تلطیف میکند و این در آمارها نمیاد. بله، میلیونر فقیر هم حالا یک بحثیه که بعضی از افراد میلیونر فقیر هستند و من خدمت شما مثال زدم، فکر میکنم 2 تا از بستگان خودم رو الان خاطرم میاد. یکشون یک خانم تنهایی بودند و شاید یه بار در کلاسم عرض کردم، ایشون هیچ وقت کسی رو به خونهشون راه نمیدادند. اصلا این که من اینقدر روی یونیورسال بیسیک اینکام تأکید میکنم، نه روی تأمین اجتماعی، مثلا به این دلیل بوده. یعنی اینجور تجربیاتی ما داشتیم، خیلی خانم محترمی بودند، تنها بودند، در یک خونه زندگی میکردند،
خب خانومی که خونه شخصی داره بالاخره از یک سطح مکنتی برخورداره دیگه. خونه شخصی داشت ولی هیچ درآمد دیگری نداشت این خانم. دقت می‌فرمایید؟ و سالیان سال یکی از اتاقهای همه خونه شخصی رو اجاره داده بود و هیچ وقت هم کسی رو خونه‌اش راه نمیداد. و بعد از یک اتفاق افتاد که یک سری از بستگان رفته بودن داخل منزل ایشون و خیلی شوکه شده بودند، دیدن خیلی کثیفه، خیلی مندرسه، خیلی مشکل داره. و وقتی که پرسیده بودن جریان چیه، گفته خب من که زن تنهایی هستم، که من که حقوق بازنشستگی که ندارم، که من مثلا الان 2 سالی که پول برق رو ندادم، پول آب رو ندادم، آب و برق خونه رو قطع کردن و من همینطور در این خونه بدون آب و برق دارم زندگی میکنم. حالا این خانم اگر در روستا بود بالاخره یه چاهی ممکن بود اونجا باشه، بره ازش آب بکشه، آب بخوره، ولی تو شهر چی کار بکنه؟ مثلا بره مثلا از یه مسجدی، از یه جایی مثلا به بهانه وضو مثلا یه ظرف آبی رو پر کنه بیاره مثلا داخل منزل. ببینید اینها رو کسی نمیاد بررسی کنه، کسی نمیاد ببینه. این فقر پنهانی که در جامعه هست، خیلی از افراد آبرو دارن و باید به این مسئله توجه بشه، اینها رو نمیبینن. یا فرد دیگری رو من رفتم منزلشون سالیان سال، اینها هم اتفاقا جالب بود، کسی رو راه نمیدادن. در یکی از بهترین نقاط تهران یک خونه قبل از انقلاب داشتن که چون از در واقع وضعیت مالی بسیار مناسبی داشتن، یه خونه بسیار مناسبی داشتن و من از بچگی یادم بود که مثلا آرزوی من این بود برم توی خونه، مثلا این سالن مثلا که داشتن مثلا، یا اون آشپزخونه که کاملا همه چی طراحی شده برای آشپزخونه، مثلا هنوز یادمه که مثلا رفتم اینا رو ببینیم. بعد از سالها به یک دلیلی من رفتم منزل اینها و بسیار تمیز بود، ولی اون چیزی که یادم می اومد، مثلا اون چیزی که از بچگی یادم می اومد، دقیقا همون لوازم در اون منزل بود، یعنی همون موکت اونجا بود که اون زمان مثلا نو بوده الان کهنه شده بود، همون پارکت اونجا بود، خیلی ترتمیز، خیلی آبرومند. یه چیزی من رفتم در خواستم دستمو بشورم، رفتم داخل دستشویی، واقعا متاثر شدم، دیدم این مسواک هایی که اینا دندونشون مسواک زده بودند شاید مربوط به 10 سال 15 سال پیش بود، یعنی از مثلا از وقتی که انقلاب شد و اینا حقوقشون رو مثلا از دست داده بودن یا کاهش شدید پیدا کرده بود، این دیگه نتونست بود مسواک بخره. دقت می‌فرمایید؟ در حالی که در یک منزل مجللی هم زندگی می‌کردن، ولی خب مثلا اینا فقط تونسته بودن پول آب و برقشون رو بدن، مثلا غذای خیلی حداقلی تامین کنن. و اینا خیلی باب هست دیگه، میدونید. یک مسئله دیگه که باید در نظر بگیرید، الگوی چرخه زندگی نرمال هست و این به ظاهر باعث نابرابری میشه ولی در باطن مشکل خاصی نیست، یا ممکنه که نابرابری واقعی رو در استاندارد زندگی اصلا کلا نشون نده. چرخه زندگی ببینید الگوی منظمی از تغییرات درآمدی در طول زندگی یک فرده. یعنی افراد وقتی جوان هستن پول ندارند، معمولا در کشور پیشرفته چون سیستم بانکی و اعتباری خوبی وجود داره، افراد جوانان وام میگیرن، تحصیل میکنن، بعدن میخوان وامشون رو برگردونن، بعدن کار میکنن این وامو برمیگردونن. بنابراین افراد معمولا تا سن 30-35 سالگی وضعیت چندان مناسبی ندارند. از سن 35 سالگی به تدریج شروع میکنن به انباشت سرمایه، میتونن خونه بخرن، میتونن ماشین بهتری بخرن، پس زندگیشون به یک حد ثبات خوبی میرسه. تا سن 65 سالگی، در سن 65 سالگی افراد بازنشسته میشوند و مجدداً شرایط زندگی به تدریج رو به افول میگذارد. این یک در واقع این ببینید یک روند طبیعیه. حالا وقتی که یک اسکرین شات از جامعه میگیرید، یه عکس از جامعه میگیرید، خب یک سری افراد در سن جوانی هستن، در طفولیت هستن، یک سری افراد در سن 65 سالگی هستن، یک سری افراد در سن 85 سالگی هستن، یک سری افراد در سن 50 سالگی هستن. وقتی اینا رو همه رو با هم دیگه در یک لحظه میبینید، احساس میکنید این جامعه خیلی جامعه نابرابریه، در حالی که واقعیت اینطور نیست. یک روند طبیعی، چرخه زندگی طبیعی بوده که افراد جامعه طی میکنن. این نکته رو باید در نظر بگیرید. نکته بعدی این است که باید پرمننت اینکام رو شما در نظر بگیرید، نه ترانزیتوری اینکام.
یعنی ممکنه که افراد در طول زندگیشون یک سری تغییرات گذرا داشته باشن، چه در جهت مثبت چه در جهت منفی. درآمد بادآورده‌ای برسه. یکی از افرادی که از من مشاوره گرفت چند وقت پیش، ایشون البته حاضر نشدن در مثلا ثروتی که دارن رو در واقع اعلام کنن، ولی ایشون گفتن من سالها در کال خرید و فروش ماشین بودم و میگفتن من با یک سرمایه حداقلی میافتم ماشین خرید فروش میکردم، بالاخره زندگی رو اینجوری میگذروندم، تا اینکه در انتهای دولت تدبیر و امید یک تدبیری رو اندیشیدن که دولت بعد هم این تدبیر رو ادامه داد و اون قرعه کشی خودرو بود. و ایشون گفتن که من رفتم به شهرم و تمام مردم شهر رو متقاعد کردم که شما اگر در قرعه کشی شرکت کنید و برنده بشید، من پولش رو براتون تأمین میکنم و سودش رو نصف میکنیم. ایشون به من گفتن در طی یک سال و نیم، میگفت من یک روزی سالیان سال با خودم تصور میکردم که ممکنه من یک روزی پول داشته باشم یک ماشین لند کروزر بخرم. البته اون زمانی که من برای من صحبت میکردن لند کروزر قیمتش 4 میلیارد بود، الان فکر کنم بالای 10 تا 12 میلیارد باشه. گفتن من اصلا باور نمیکردم که بتونم مثلا یک لند کروزر بخرم، ولی اینجور که به من گفتن، گفتن در این یک سال و نیم با این خدمتی که دولت کرد که خدا انشالله نگهشون داره، ایشون میگفتن که من الان پول خرید شاید مثلا 100 تا لند کروزر رو داشته باشم. دقیقا میفرمایید علی برکت الله. دقیقا دقیقا. و ایشون اصلا مونده بودن، میگفتن من این پول کجا مصرف کنم، چیکارش کنم. اومده بودن مشورت بگیرن که این پول چیکارش کنم. خب پس ببینید، این نوع بخت آزمایی ها که در اقتصاد ممکنه اتفاق بیفته، البته در کشورهای دیگه اینقدر بی حساب کتاب نیست، اینا باعث میشه یک درآمد ترانزیتوری برای فرد به بار بیاد، ولی واقعیت نشون داده که بخش عمده افرادی که بلیط‌های بخت آزمایی رو میبرند در نهایت همه این رو میبازند. چرا؟ برای اینکه مسیر زندگی بلند مدت فرد بر اساس درآمد دائمیش تنظیم میشه و درآمدهای موقت نباید ملاک حساب باشه. حالا اگر شما واقعا خواستید تصمیم گیری افراد رو تغییر بدید، باید درآمد دائمی فرد رو تغییر بدید، نه درآمد موقت فرد رو. اگر شما متوجه شدید، به درستی هم متوجه شدید که جامعه به خاطر فقر امروز و به خاطر ترس از فقر آینده تشکیل خانواده نمیده و بچه دار نمیشه و در روزمرگی به سر میبره، دقیق میفرمایید، شما باید درآمد دائمی افراد رو افزایش بدید، اون وقت میبینید رفتارهای جامعه اصلاح میشه، تشکیل خانواده خواهد داد، فرزند خواهد آورد و زندگی کلن وارد یک فاز دیگری خواهد شد. با درآمد موقت به جایی نمیرسید. این یکی از اصول خیلی ساده سیاستگذاری اقتصادیه که ما میخوایم این MBA سیاستگذاری اقتصادی رو در واقع داشته باشیم. به این دلیله اینجور مسائل که یک سری مسائل خیلی پیش پا افتاده است در علم اقتصاد، خیلی دو تا چهار تا است و شما ببینید که در یک کشوری کل افرادی که در نهاد قانون‌گذاری مشغول سیاست‌گذاری هستند حتی اصول ابتدایی سیاست‌گذاری نمی‌دونن. یعنی IQ، تو اگر اومدی وام دادی، وام ازدواج دادی، اونی که قرار بچه دار بشه این وامو میگیره میخوره، اونی که بنا نیست بچه دار بشه اون وقت بچه دار نمیشه. پس این همش شیف و میل شده. دقیق میفرمه تأثیری در تصمیم گیری افراد این نوع سیاست ها نمیگذاره. یا میگه که ما دیدیم که باید 100 میلیون تومان به یه جامعه به خانواده بدیم. ببین تو رو خدا عقل اینا رو شما ببینید، این دانش اینها رو ببینید. میگه که ما متوجه شدیم که باید 100 میلیون تومان به یه خانواده بدیم تا این خانواده بچه دار بشه، وگرنه بچه دار نمیشه. درستم فکر میکنن خانواده ها. بعد اومده میگه که ما تصمیم گرفتیم که صنعت خودرو رو مجبور کنیم که به مادرانی که مثلا 2 تا بچه دارن یا 3 تا بچه دارن چیز بدهند، خودرو بدهند. بعد همین قضیه که در مورد این فردی که با من مشاوره گرفته بود خدمتتون عرض کردم، همین قضیه رو الان در زایشگاه ها مطرحه. یعنی افراد میرن به زایشگاه پول میدن، میگن هر مادری اومد اینجا بچه آورد به ما اطلاع بده، اگر مثلا 2 تا بچه داره یا 3 تا بچه، مثلا بچه سوم داره به دنیا میاد، ما میایم اینها رو مثلا بهشون متقاعدشون کنیم که مثلا ما پول مثلا خرید خودرو رو بدیم، یک رانتی ببریم وسط تقسیم بشه. این که تصور یک جامعه از سیاست گذاری رانت پاشی و پول پاشی و ارز پاشی و
کلا پاشیدن باشه واقعا جای تاسفه. یعنی مطلقا به نظر میسه در جهالت اولا متاسفانه این جامعه داره غلط میزنه و این آخرش به کجا برسه من نمیدونم، ولی وضعیت خوبی متاسفانه نیست. پس در سیاست گذاری روی درآمد، روی تفاوت درآمد موقت و درآمد دائمی در تغییر رفتار افراد دقت بفرمایید. تغییرات گذرا لزوما بر استانداردهای زندگی تاثیر نمیگذارن. ما داریم چی میگیم خدمت شما دوستان؟ ما داریم این نکته خیلی مهمی رو به صورت خیلی سربسته الان خدمت شما ارائه دادیم و اون این هست که اگر واقعا میخوای نابرابری رو در جامعه بسنجی، به جای این که درآمد افراد رو با هم مقایسه کنی و نابرابری درآمدی رو بخوای محاسبه کنی، باید نابرابری مصرف و نابرابری هزینه‌ای رو هم مقایسه کنی. دقت می‌فرمایید؟ نابرابری مصرف خیلی وقتا درآمدهای بادآورده به افزایش مصرف منجر نمیشه. پس این نکته رو باید مد نظر قرار بدیم. بسیار خوب. معیارهای مختلف نابرابری منجر به نتایج کاملا متفاوتی میشود. خب حالا اینو ملاحظه بفرمایید. در سال 2006 مثلا اینجا در این پیپر اومده در نظر گرفته، در سال 2006 پنجک فقیر آمریکا 9974 دلار درآمد داشتن، پنجک ثروتمند آمریکا 149963 دلار، یعنی نسبت پنجک رو که محاسبه می‌کردیم مساوی با 15 بوده. از نظر درآمد وقتی نسبت پنجک رو از نظر درآمدی مقایسه می‌کردیم به مثلا به تفاوت 15 برابری می رسیدیم. خب ولی میگه که وقتی که مالیات رو میایم محاسبه میکنیم، خب در وقتی مالیات رو در نظر میگیریم برای افراد فقیر، برای فردی که زیان داده، خیلی وقتا مالیات منفی در نظر گرفته میشه یا معافیت مالیاتی در نظر گرفته میشه یا اعتبار مالیاتی در نظر گرفته میشه که قابل انتقال به سالهای آینده است. وقتی نظام مالیاتی رو شما میاد در نظر میگیری، درآمد قبل از مالیات شما در نظر گرفتی، وقتی درآمد پس از مالیات شما در نظر میگیری، اون نسبت 15 برابری در جامعه آمریکا که بسیار جامعه نابرابری هم هست به 14 برابر کاهش پیدا میکنه. وقتی میای مصرف رو در نظر میگیری، یعنی افراد رو بر اساس مصرف میای به 5 تا 5 تقسیم میکنی، از نسبت 15 و 14 به نسبت 3 و 9 نابرابری کاهش پیدا میکنه. نسبت نابرابری کاهش پیدا میکنه. خب تمام شد؟ خیر تمام نشده. در امریکا و مثلا در ایران هم همینطور هست. واقعیت این است که فقرا دیگه بچه دار نمیشن. در ایران بعد خانوار دهک اول درآمدی حتی نسبت به دهک دوم درآمدی پایین‌تر است، خیلی هم پایین‌تر است. دهک اول درآمدی توانایی حتی بچه دار شدن هم ندارد متاسفانه. دقت می‌فرمایید؟ خب حالا وقتی همین رو میایم در آمریکا مقایسه می‌کنیم و بعد خانوار رو در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که پنجک ثروتمند جامعه آمریکا میانگین بعد خانوار 3.1 است، پنجک فقیر جامعه آمریکا میانگین بعد خانوار 1.7 است. وقتی مصرف به ازای هر نفر، وقتی بعد خانوار رو هم میایم در داخل این محاسبات در نظر میگیریم، مصرف پنجک پنجم نسبت به مصرف پنجک اول فقط 2.1 برابر بیشتر هست. بنابراین یک جامعه کاملا نابرابر وقتی که ما همه محاسبات رو میخوایم به درستی عمل رو درستی در نظر بگیریم، به نظر میسه اصلا این نابرابری در اون حدی نیست که ما تصورش رو میکردیم. حالا این مربوط به جامعه هست مثل جامعه آمریکا که نابرابری خیلی زیادی هم دارد. دقت بفرمایید. بنابراین خیلی باید محتوا پیامه این قضیه این هست که در محاسبه باید خیلی خیلی مراقب باشیم که اشتباه در واقع تحلیل نکنیم. خب دوستان عزیز، ما 1 ساعت و 20 دقیقه خدمت شما بودیم و اجازه بفرمایید یک مقداری یک استراحتی داشته باشیم. در ساعت الان 10:06 هست. ما 10:25 بحث خودمون رو شروع میکنیم. انشالله
به مدت 40 دقیقه و متوقف میکنیم برای امشب و این فصل رو به اتمام میرسونیم. متشکرم از شما، فعلا خدا نگهدارشون. بسیار خوب، نیمه دوم جلسه اول دوره اقتصاد خردشش رو خدمت شما آغاز میکنیم. با توجه به اینکه عزیزانی در لایو اینستاگرامی هم حضور دارند، من سعی میکنم که مقدمه از نیمه اول رو در چند دقیقه خدمتون داشته باشم و بعد بریم به نتایج این فصل که بسیار نتایج جالبی هست از تجربیات دنیا در زمینه نابرابری و فقر. ما عرض کردیم که ابزارهایی برای سنجش نابرابری نیاز داریم که معمولا جامعه رو از نظر درآمدی یا از نظر مصرف و هزینه به 5 گروه مختلف تقسیم میکنیم. درآمد پنجک پایین جامعه رو با درآمد پنجک بالای جامعه مقایسه میکنیم و میسنجیم. مثلا در سال 2014 در جامعه آمریکا پنجک پایین جامعه فقط 3.6 درآمد رو کسب میکردن، در حالی که پنجک بالا، البته این پنجک رو هم که خدمت شما عرض میکنم خانوارها رو میان تقسیم میکنیم به 5 گروه که هر گروه در هر گروه تعداد خانوارها یکسان هست و اینها رو مرتب کردیم از بالا تا پایین. پنجک بالای درآمدی حدود 49% درآمد کل جامعه رو در اختیار داشته اند. این نکته اولی که در این کلاس مد نظر قرار دادیم، توزیع درآمد این پنجک ها رو خدمت دوستان ارائه دادیم. پنجک پایینی فقط 33,000 دلار در سال درآمد داره کل خانوار و پنجک بالایی یه چیزی حدود 145,000 دلار درآمد کسب میکند. و مسئله بعدی این است که روند درآمدی از 1935 تا 1970 بهتر شد در جامعه امریکا. از 1970 تا امروز روند درآمدی رو به وخامت گذاشته. البته ظاهر کار این هست، توضیح دادم در کلاس، به دلیل اینکه تجارت بین‌الملل افزایش پیدا کرده، یک سری از درآمدها، یک سری از مشاغل در واقع صادر شده به سایر کشورها و همینطور تغییرات تکنولوژی باعث شده که برخی از افراد کارشون رو از دست بدهند. اما وقتی که روندها رو با مقایسه میکنیم میبینیم که نسبت به 1935 تغییرات انقدر شدید نیست. به نظر میرسه که یک ثباتی در روند درآمدی بوده، هرچند که در نابرابری اول کاهش پیدا کرده و بعد هم افزایش پیدا کرده. بسیاری از افراد میگن وضعیت نابرابری در مثلا یک جامعه مثل جامعه امریکا وضعیت بدی هست، ولی مثلا ما کشوری داریم مثل پاکستان که فقر رو توضیح میکند از نظر نابرابری. تفاوت در واقع نسبت پنجک پنجم درآمدی به پنجک اول درآمدی در پاکستان 4.4 هست، بسیار پایین هست، جامعه بسیار برابری هست، ولی خب فقر رو دارند توضیح میکنند. برعکس جامعه سوئد هست که اقتصاد رفاه رو داره، نسبت پنجک پنجم به پنجک اول از نظر درآمد فقط 4.6 برابر هست، خیلی جامعه برابری هست و فقر هم توضیح نکرده. از نظر رفاه بسیار مناسبی هم دارن. همین نسبت در کشور امریکا 9.4% هست، ولی ما یک کشور دیگری داریم یا سه کشور دیگر داریم که وضعیت نابرابری در این کشورها به مراتب بدتر از امریکا هست. یکی کشور آفریقای جنوبی هست، یکی دوست و برادر ونزوئلا هست و دیگری کشور برزیل هست. خیلی جالب هست که سوسیالیسم در این کشورها مطلقا موفق نبوده در کاهش نابرابری و اتفاقا فقر رو هم و نابسامانی و فلاکت رو هم متاسفانه به شدت گسترش داده. همان منادیان سوسیالیست در ایران برنامه‌هایی که در پیش دارن خدای نکرده به نظر میرسه که ما رو به نظر میرسه در مسیر ونزوئلا دارن بدون ترمز جلو میبرن. نرخ فقر در امریکا از حدود 22% به یک چیزی حدود 12% کاهش پیدا کرده. فقر با نابرابری این تفاوتو داره که وقتی شما میخواید فقر رو بسنجید یک حداقل معیشتی رو در نظر میگیرید. مثلا در کشور امریکا 3 هزینه خورد و خوراک خانوار رو به عنوان حداقل هزینه‌ای که در واقع خط فقر رو به این صورت محاسبه میکنن. در ایران، در امریکا چون که هزینه های غیر خوراکی، هزینه های خوراکی خیلی پایین هست، ساپرس شده تا یک حدی چون از نظر مواد غذایی یک جامعه کاملا رقابتی هست، و از سوی دیگر درآمد هزینه‌ای که برای ما چندان به حساب نمیاد مثل هزینه حامل های انرژی، خب در کشورهای صنعتی به مراتب بالاتر است. من در کلاس عرض کردم که اگر من بخوام خط فقر رو در ایران محاسبه کنم، مثلا برای خانوار در تهران یه چیزی حدود 300,000 تومان در روز هزینه در واقع هزینه
خورد و خوراک در نظر میگیرم و این هزینه رو ضرب در 30 روز میکنم، مثلا میشه 9 میلیون تومان، و ضرب در 1.5 میکنم که احتمالا میشه حدود مثلا 13.5 میلیون تومان حد فقر رو باید در تهران در نظر بگیریم. اگر در سراسر کشور بخوایم این رو محاسبه کنیم، به نظر من یه چیز حدود 9 تا 10 میلیون تومان میتونیم در واقع خط فقر رو در تهران در نظر بگیریم. اگر اینطور محاسبه کنیم، در امریکا خط فقر یک چیزی حدود 12.5% جامعه امریکا در زیر خط فقر هستند. در ایران من برداشتم این است که شاید یه چیزی حدود 6 تا 7 دهک درآمدی متاسفانه در سالهای اخیر به زیر فقر خط فقر رفتن، و سیاست‌های فقرزایی که داره ادامه پیدا میکنه به اسم فقر زدایی متاسفانه ممکنه وضعیت رو در آینده بدتر هم بکند. و دلیل اینکه این قسمت کلاس رو من به اشتراک گذاشتم با عزیزان آنلاین و عزیزانی که عضو گروه های ما هستند، این هست که بیشتر بتونیم کمک کنیم، ببینیم که چه باید کرد که جامعهمون رو نجات بدیم. در گروه های خاص در هر جامعه، مثلا در امریکا سیاه پوستان و لاتین تبارها فقر درشون بالاتر هست، سفید پوستان پایین تر هست. در کشور ما اقلیت های مذهبی، اقلیت های زبانی، اقلیت های قومی متاسفانه خط فقر خیلی در واقع بخشی سطح فقر خیلی درشون بالاتر هست. در آمریکا زنان بی سرپرست بالاترین سطح فقر رو دارن. در ایران هم برداشتم هست که به همین صورت باشه. و بریم جلوتر و در مورد سن و سال صحبت کنیم. هر چقدر کودکان در جوامع مدرن، حتی در جامعه ما اینطور هست که کلن کودکان فقیر هستن متاسفانه در جوامع مدرن، و در کشور خودمون هم اینطور هست، و این مسئله رو باید مد نظر قرار بدیم. سالمندان معمولا از نظر ثروت وضعیت کاملا بهتری رو دارن. خانواده زنان بی سرپرست متاسفانه بدترین وضعیت از نظر فقر در هر دو کشور، هم در کشور ما هم در اون کشورها متاسفانه دارن. محاسباتی که در زمینه نابرابری میشه یک سری مطالب رو در نظر نمیگیره. یکی از مباحثی که در نظر نمیگیرن و مهم هست این است که پرداختهای انتقالی غیر نقدی در بسیاری از جوامع به فقرا صورت میگیره. مثلا در کشور آمریکا کوپن غذایی به فقرا اعطا میشود. و مسئله دیگر این است که داده ها درباره توزیع درآمد و نرخ فقر وقتی که داره محاسبه میشه به صورت یک تصویری از کل جامعه رو در نظر میگیره، که این تصویر یک روال زندگی عادی و نرمالی که وجود داره تحت عنوان چرخه زندگی در نظر گرفته میشه، این رو در نظر نمیگیره. حالا چرخه زندگی چه هست؟ این است که شما وقتی که در سن جوانی و کودکی هستید، معمولا از نظر درآمدی وضعیت خوبی ندارید. در سن میانسالی وضعیت کاملا خوبی پیدا میکنید. وقتی که بازنشست میشید بالاترین سطح ثروت و درآمد رو دارید، و بعد ممکنه که به تدریج کاهش پیدا بکند. خب اگر ما همین الان یک تصویری از جامعه بگیریم، هم درش کودکان هستند، هم جوانان هستند، هم افراد میانسال و افراد سال خورده. بنابراین ظاهر قضیه این است که این جامعه خیلی جامعه نابرابری هست، ولی در باطن ممکن است که چنین نباشد. نکته دیگری که من در کلاس بهش اشاره کردم و بسیار مهم هست این است که محاسبات مصرفی و رفتارهای افراد خیلی وقتا بر اساس درآمد بلند مدت و درآمد دائمی هست که تعیین می شود، نه بر اساس درآمد موقت. من عرض کردم من کشوری رو سراغ دارم در این جهان به این بزرگی که حتی این مسئله خیلی ساده رو در سیاست‌گذاری اقتصادی خودش نمی‌دانه، و تعجب واقعا که چگونه این کشور وقتی میخواد مثلا میگه افراد مثلا ازدواج نمیکنن، میخواد افراد ازدواج کنن، میره مثلا وام ازدواج میده. عزیز من، تو وقتی وام ازدواج میدی درآمد موقت رو داری افزایش میدی. درآمد موقت باعث نمیشود که رفتار افراد که ناشی از واقعیت‌های درآمدی هست تغییر کند. شما اگر که وام برای بچه آوردن بدهید مسئله تغییر نخواهد کرد. اگر رانت خود رو به عنوانی که دو یا سه فرزند یا بیشتر دارند اگر وام خود رو تقدیم کنید، این در واقع داره به یک نحوی توزیع فقر میکنید. افراد عاقل هستند، و افراد عاقل که شاید مثلا اون سیاست گذاری که اینو سیاست ها رو میچینه احتمالا مردم رو داره صغیر فرض میکنه، مردم رو داره حقیر فرض میکنه، ولی مردم عاقل هستند، کاملا در رفتارهای اقتصادی کاملا عاقلانه تصمیم میگیرند. پس بنابراین این مطلب رو باید خیلی مسئله تفاوت درآمد موقت و درآمد دائمی رو باید خیلی در محاسبات ما در نظر بگیریم. و مسئله آخر این هست که وقتی محاسبات رو ما میایم به صورت دقیق تر حساب میکنیم، حتی جامعه ای که در نظر ما خیلی جامعه نابرابری هست مثل جامعه آمریکا، وضعیتش تغییر میکنه. یعنی چی تغییر میکنه؟ یعنی مثلا در سال 2006 درآمد پنجک
پنجم درآمدی آمریکا، یک پنجم ثروتمند آمریکا نسبت به یک پنجم فقیر آمریکا در اون زمان، درآمد ثروتمندان 15% خانواده های ثروتمند 15% 15 برابر خانواده های فقیر بوده. 15 برابر خیلی بالاست. اما وقتی میایم درآمد پس از مالیات رو حساب میکنیم، میبینیم 15 برابر تبدیل میشه به 14 برابر. وقتی میایم به جای اینکه درآمدشون رو در نظر بگیریم، مصرف اینها رو در نظر میگیریم، 20% برتر جامعه آمریکا 3.9 تا حدوداً 4 برابر افراد فقیر مصرف میکنند. یعنی این خیلی تلطیف میشه. و عجیب اینجاست که وقتی بعد خانواده رو در نظر میگیریم که ثروت پنجک ثروتمند آمریکا 3.1 هست بعد خانوارشون، فقرا پنجک فقیر 1.7 هست. وقتی بعد خانوار هم در نظر میگیریم، مصرف هم در نظر میگیریم، مثلا مالیات هم در نظر میگیریم، در نهایت میرسیم به اینکه 2.1 برابر غنیترین و ثروتمندترین پنجک درآمدی در امریکا 2.1 برابر پنجک فقیر جامعه آمریکا مصرف دارد. بنابراین مسئله اونقدر هم که در جامعه ما گفته میشه که مثلا کشور غربی سطح درآمدی و اینها خیلی فاجعه بار است و تفاوت در واقع درآمدی خیلی فاجعه بار هست، به نظر نمیرسد که چنین باشد. مسئله دیگه که خیلی مهم هست این است که آیا تحرک اقتصادی در جامعه وجود دارد یا ندارد. مثلا در جامعه ایالات متحده 4 از هر 5 میلیونر در میلیونر دلاری، یعنی بالای 1 میلیون دلار که درآمد دارن، از هر 5 نفر 4 نفرشون از طریق تلاش فردی به ثروت رسیدن و فقط 1 نفر ثروت رو به ارث برده. بنابراین نشون میده که این جامعه یک جامعه پویا هست و اگر میخواید شما مشکل فقر رو حل کنید، باید مسائل دیگر شما در نظر بگیرید. یک نکته که الان برای دوستان کلاس هم جدید هست و میخوام خدمتتون عرض کنم این است که متاسفانه در بسیاری از مواقع فقر یک پدیده در واقع انتخابی است. البته فقیرترین افراد جامعه معمولاً افرادی هستند که متاسفانه از یک سری نارسایی ها رنج میبرند، یعنی مشکلات جسمی دارند یا مشکلات روحی دارند یا مشکلات ارتباطی دارند. دقت میفرمایید، این افراد هستند که متاسفانه نمیتوانند در جامعه رشد کنند و باید حتما یک چتر حمایتی برای این افراد در نظر گرفته بشود. ولی بسیاری از افراد هم هستند که تصمیم میگیرند فقیر باشند، مثلا تصمیم میگیرند کار نکنند، حالا به هر دلیلی تصمیم میگیرند کار نکنند و این انتخاب است. برای این افراد باید سعی کنیم که یک انگیزه هایی، چون افراد به انگیزه ها پاسخ میدهند. ما در از اصول علم اقتصاد که در دوره اقتصاد خورده 1 مطرح کردیم این بود که افراد به انگیزه ها پاسخ میدهند در اقتصاد و باید انگیزه رو به نحوی تغییر بدیم که این افرادی که در به ورطه فقر افتادن و در تله فقر قرار گرفتن تصمیم بگیرند و بتوانند از طریق فقر خارج بشوند. بسیار خوب. و اما ما اینجا اگر بخوایم در مورد سیاست‌های فقر زدایی صحبت کنیم، باید قدری از علم اقتصاد خارج بشیم و به پولیتیکال فلسفی یا فلسفه سیاسی روی بیاوریم و مباحث فلسفه سیاسی رو اینجا خدمت شما مطرح کنیم. ما در اینجا 3 موضوع رو در فلسفه سیاسی خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. یکی یوتیلیتاریانیزم هست، یعنی مطلوبیت گرایی، که جان استوارت میلز بسیار خوب این رو مطرح کردند و پرورش دادند و خیلی مثمر ثمر بوده این فرد، این فیلسوف بزرگ. از همون مبحث یوتیلیتی میاد که در اقتصاد روش تاکید میشه، یعنی اینکه شادی افراد رو ما بخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم، در این مطلوبیت گرایی فرض میشه که یوتیلیتی یا مطلوبیت یا شادی جامعه رو سعی کنیم به حد اکثر خودش برسونیم. دیگه مطلب در واقع مکتب لیبرالیسم هست یا آزادی خواهان هستند. و سومی لیبرتاریان هستند، مکتب لیبرتاریانیزم هست یا لیبرتاریان ها هستند که در زمینه سیاست های فقر زدایی و برابری موضع کاملا متفاوتی دارند. همونطور که خدمتتون عرض کردم، مطلوبیت گراها به طور مشخص جان استوارت میلز اینجور مطرح میکنه در فلسفه سیاسی خودش که دولت باید سعی کنه مطلوبیت کل جامعه رو به حد اکثر برسونه، سیاست هایی رو داشته باشه که مطلوبیت افراد رو به حد اکثر برسونه. خب حالا اگر بخوایم مطلوبیت افراد رو به حد اکثر برسونیم چگونه آقای کلانتری گفتن که در فارسی به فایده گراها ترجمه شده. بله، این هم ترجمه بدی نیست، فایده گرایی هم میتونیم عنوان کنیم. اما اصل بحثی که در مبحث فقر زدایی مطرح میشه این هست که
اینجور عنوان میشه که مطلوبیت درآمدی برای افرادی که درآمد پایین دارند به مراتب بیشتر است از مطلوبیت درآمدی برای افرادی که درآمد بالا دارند. این بحثی بود که من در دفاع از یارانه نقدی مستقیم هم خیلی روی مسئله تاکید میکردم. یعنی اگر شما همه افراد جامعه مثلا ماهی 5 میلیون تومان الان پرداخت کنید، اولا قدرت خرید اون 5 میلیون تومان در سیستان و بلوچستان به مراتب بالاتره تا تهران، چون مثلا یک خدمتی مثل سلمونی در سیستان و بلوچستان خیلی خیلی ارزان تر است، چون سطح فقر بالاتر است. پس این مسئله رو با شما در نظر بگیرید. مسئله دوم این است که ارزش اون 3 میلیون تومانی که اگر به خانوار فقیر شما اعطا کنید، خیلی خیلی مطلوبیتی که ایجاد میکنه، مارجینال یوتیلیتی که ایجاد میکنه، برای دوستانی که اقتصاد رو با ما، اقتصاد خود رو با ما گذروندن، میدونن که مارجینال یوتیلیتی منظورمون چه است. از نظر حاشیه‌ای اون درآمده، اون مطلوبیت نهایی که این پول، این در واقع انتقال دارایی ایجاد میکنه یا انتقال وجوه ایجاد میکنه، این خیلی برای افراد فقیر بالاتر است تا افراد ثروتمند. بنابراین اگر دولت یک سیستمی رو به وجود بیاره که از افراد ثروتمند بگیره به افراد فقیر بده، سطح کل مطلوبیت و شادی در کل جامعه به شدت افزایش پیدا میکنه و بالا میره. این یکی از دلایلی بود که علارغم اینکه آقای جان استوارت میلز یک اقتصاددانی هست که، یا یک فیلسوفی هست که اتفاقا به مبانی اقتصاد آزادم اعتقاد داره، ولی از اینجا بود که سیاست اقتصاد رفاه مد نظر قرار میگیره و توزیع مجدد درآمد از نظر فلسفه اخلاق و از نظر فلسفه سیاسی توجیه پیدا میکند. چرا محاسبات بر اساس کاهش مطلوبیت نهایی هست؟ پس یک دلار درآمد اضافی برای افراد فقیر به مراتب ارزش بالاتری داره تا افراد ثروتمند. پس از غنی بگیر به فقیر بده که افزایش، که مطلوبیت کل جامعه افزایش پیدا کنه. حالا مشکل اینجاست که وقتی که شما از فقیر میخوای بگیری به غنی بدی، مثل این میمونه، مثالی که خود کتاب آقای منکیو، خود آقای منکیو هم در کتابش مطرح کرده، میگه فرض کنید که یک دولتی شما هستید، دو تا آبادی دارید، یکی غنی از آب هست و دیگری فقیر از آب هست، یعنی آب نداره. به عنوان دولتی که بر هر دوی اینها احاطه دارید، شاید شما یک سیاستی رو در نظر بگیرید که از آبادی که آب نداره یک خط لوله بکشید، به آبادی که آب داره این خط لوله رو تقدیم کنید، و این به نظر میرسه که خیلی راه حل عادلانه ای باشه و به نظر میرسه که توجیه داشته باشه که ما جامعه رو به سمت برابری کامل ببریم. یعنی چی؟ یعنی از جامعه به طور کامل، از اون دو تا روستا سعی کنیم مقدار آبی که دریافت میکنن با هم برابر باشد. اما نکته ای رو که در نظر نمیگیریم این هست که این خط لوله ممکنه که لیکج داشته باشه، یعنی این خط لوله ممکنه آب از دست بدهد. اگر مطمئن باشید که این سیاست های توزیع مجدد درآمد به شدت آب از دست میدهد، به شدت درآمد از دست میدهد، حالا بفرمایید که چه میکنیم. اینطور نیست که سیاست توزیع درآمد رو به طور کامل متوقف کنیم، ولی مقایسه میکنیم، میگیم هر مقدار که از آبادی اول داریم آب میگیریم به آبادی دوم بدهیم، باید ببینیم چقدر از آب آبادی اول کم میشه، چقدر وسط راه هدر رفت خواهد داشت و چقدر به آبادی دوم میرسه. اگر شما اذعان داشته باشید که این خط لوله چکه میکنه و خط لوله لیکج داره، چیکار میکنید دوستان؟ سعی میکنید آب بیشتری به آبادی اول برسه، به آبادی دوم آب میرسونید ولی خیلی کمتر به آبادی دوم آب میرسانید. از نظر مطلوبیت گرایی یا فایده گرایی اگر بخوایم در نظر بگیریم، اینطور مطرح میشه که بله، سیاست توزیع مجدد رو باید دولت داشته باشه، توزیع مجدد درآمد رو، ولی هر مقدار که داره این توزیع درآمد انجام میده باید به ضررهاش هم توجه بکند. مهمترین ضرر فقط این نیست که باید هزینه کنیم برای توزیع مجدد درآمد. بالاخره یه سری کارمند باید استخدام کنیم که اینا بشون در واقع برن افراد تعیین کنن، ببینن به هر کس باید چه مقداری تقدیم بشه و پرداخت بشه، و خودش میبینید یک دستگاه خیلی عریض و طویلی خواهد شد. این مسئله رو بذارید کنار، انگیزه ها تحریف میشود در این مسئله. یعنی چی؟ یعنی در مثلا افراد ثروتمند کمتر کار میکنن چون بار مالیاتی رو دوشون قرار میگیره، و اتفاقا انگیزه ایجاد میشه که ملحق بشن، افرادی قبلا کار میکردن ملحق بشن به گروهی که بیکار هستند و این منافع رو دریافت میکنند. یعنی یک مقداری باید مسئله نیاز رو شما اینجا در نظر بگیرید، و این مسئله خیلی حادی است. ببینید در این نوع سیاست های فقر زدایی معمولا میگن که
اگر که فقرا نیان نشان بدهند که نیاز دارند، وضعیت فرق میکنه، بهشون درآمد تعلق میگیرد، و اگر اینو نتونند، این در واقع نیازشون رو نشون بدهند، درآمد بهشون تعلق پیدا نمی کند. خب پس یک مسئله که باید در نهایت در برای به حد اکثر رساندن مطلوبیت کل جامعه، اگر ما بخوایم این معیار رو در نظر بگیریم، این معیار ما رو نمیتونه، ببینید، در برابر ساختن جامعه ناتوان است این معیار. یعنی این فلسفه رو اگر، این فلسفه سیاسی رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، این فلسفه سیاسی در نهایت توجیهش این نیست و توصیهش این نیست که جامعه رو کامل برابر کنیم. یعنی ایگالیتاریان یا جامعه برابر رو خیلی توصیه نمیکنه، ولی یک نوع در واقع سیاست برابری و انتقال ثروت رو اتفاقا توصیه می کند. لیبرال ها یا آزادی خواهان فلسفه دومی هست که بسیار مطلب زیبایی رو اینجا مطرح می کنند و اینجور عنوان می کنند که فرض کنید قبل از اینکه شما به دنیا بیایید باید تصمیم بگیرید که وضعیت ساختار درآمدی جامعه رو به عنوان یک ناظر بی‌طرف در پشت یک نقاب بی‌خبری چگونه شما تعیین میکنید. ببینید این مسئله لیبرالیزم خیلی زیبا اینجا مطلب رو مطرح میکنه. میگه که فرض کنید که اصلا شما نمیدانید که وقتی به دنیا میایید آیا در گروه ثروتمند قرار میگیرید یا در گروه فقیر قرار میگیرید. شما از اول اطلاع ندارید. شما این ساختار جامعه رو بچینید که چه مقدار درآمد در اختیار ثروتمند قرار بگیره، چه مقدار درآمد برای در اختیار فقیر قرار بگیره، و بعد وارد این دنیا میشید به صورت خیلی، به صورت بخت آزمایی، یه دونه سکه میندازن به عنوان مثال. مثلا میگن این بچه‌ای که به دنیا آمد حالا میره در جامعه مثلا ثروتمند قرار میگیره یا در جامعه فقیر قرار میگیره. میگه از اصول اخلاقی که از این فرض بیرون میاد میتونه تعیین کنه که ما چه مقدار در جامعه توزیع درآمد داشته باشیم، چه مقدار مالیات اخذ کنیم. یعنی اگر فرد کاملا بیطرف باشه و یک نقاب بیطرفی رو مد نظر قرار بده، که این خیلی مهم است، تحت عنوان the veil of ignorance شناخته میشه، نقاب بیخبری، اگر نقاب بیخبری رو چهره بگذاره، خودشو نبینه که مثلا من در جامعه ثروتمند هستم، اگر فردی که خودشو متعلق به جامعه ثروتمند میدونه طبیعتا میگه مالیات اصلا ما ندهیم، کسی که خودشو متعلق به جامعه فقیر میدونه طبیعتا میگه ما مالیات بدهیم. و البته سابقه گروه های سیاسی حتی در کشور خودمون هم متاسفانه نشان داده که افرادی از روستا آمدن در ابتدا که درآمد نداشتن به شدت طرفدار سیاست های فقر زدایی بودن، به شدت طرفدار سیاست های عدالت طلبانه بودند، و به سرعت که مدارج ترقی رو چه در سیستم سیاسی و چه در سیستم تجاری و اقتصادی طی میکنند، کاملا نظرشون تغییر میکنه و به شدت مخالف سیاست هایی میشوند که در جوانی مد نظر داشتن. میگه اگر که در پشت نقاب بیخبری که ما نمیدونیم در کدومی که از این گروه ها قرار میگیریم اگر بخوایم تصمیم بگیریم، اون وقت میرسیم به معیار ماکسیمین یا معیار حد اکثر حد اقل ها. یعنی میرسیم در توصیه آزادی خواهان این هست که دولت باید یک سیستم رفاهی داشته باشه که وضع بدترین وضعیت رفاهی جامعه رو باید مورد توجه قرار بده. یعنی به جای اینکه به برابری درآمد اعتقاد داشته باشه، در واقع نظام فکری آزادی خواهان و لیبرالیزم به این توصیه میکنه که در واقع فقر زدایی انجام بشه و درآمد از ثروتمندان به فقرا، به کسانی که از نظر معیشتی دچار مشکل هستند، تعلق پیدا کنه و منتقل بشود. این توصیه هم به جامعه کاملا برابر نمیرسه، ولی رفاه افراد فقیر و رفاه افراد کمتر بهره‌مند رو افزایش میدهد. بله، پس توزیع مجدد رو این سیستم فکری، توزیع مجدد رو نوعی بیمه اجتماعی میدونه. میگه همونطور که اگر شما بگن که شما قرار یه خونه به شما بدیم، ولی شما معلوم نیست کدوم خونه رو انتخاب میکنید، شما میتوانید تقاضا کنید از دولت که خونه ها رو بیمه کنه در مقابل آتش سوزی یا بیمه نکنه. اگر شما ندونید در چه خونه قرار میگیرید و بخواید توصیه اجتماعی داشته باشید، ترجیحتون این است که همه خونه های شهر بیمه شده باشن
که اگر به صورت بخت آزمایی شما وارد یک منزل می شوید، وارد یک خونه می شوید، اقلا خونه شما بیمه داشته باشد. میگه توزیع مجدد درآمد نوعی بیمه اجتماعی است. بنابراین اگر افراد ندارن که در گروه ثروتمند یا فقیر قرار می گیرن، همه افراد به این نتیجه میرسن که بیمه اجتماعی رو داشته باشند، یعنی توزیع مجدد درآمد رو توجیه می کنند. پس گاورمنت پالیسی، سیاست دولت رو بیمه اجتماعی میدانند، محافظت از افراد در برابر مخاطرات یا حوادث نامطلوب میدانند و همچنان معتقدند که این مسئله به حد در واقع این در مقابل یوتیلیتاریزم یا فایده گرایان یا مطلوبیت گرایان، اینجا معتقدند که حداقل مطلوبیت رو باید به حد اکثر برسانیم، نه مطلوبیت کل جامعه رو باید به حد اکثر برسونیم. البته وقتی که بیشتر غور میکنیم در این دو فلسفه سیاسی، به نظر میرسه که در فلسفه سیاسی لیبرال بیشتر روی توزیع درآمد تاکید میشود تا مکتب فایده گرایی یا مطلوبیت گرایی. یعنی در نهایت بیشتر میگن که انتقال درآمد میتونه در این مسئله صورت بگیره. یعنی میگه حتی انتقال درآمدی میتواند صورت بگیرد که فقرا رو بهره‌مند کند، حتی اگر که کل مطلوبیت جامعه رو کاهش دهد. تا این حد هم توصیه میکنه مکتب لیبرال. حالا شما ببینید در کشور ما از مکتب لیبرال چه تصویری ارائه داده دیگه. خدا این کشور رو از دروغ و از خوشسالی و از دشمن انشالله مصون بدارد. مکتب توم لیبرتاریان ها هستند. لیبرتاریان ها معتقد به دخالت دولت مطلقا نیستند، اما توصیه ای رو میکنند که این توصیه اتفاقا در فقرزدایی بسیار میتونه مؤثر باشه. یعنی مکتب لیبرتاریان خیلی وقتا در دنیا، لیبرتاریان ها هیچ جا در دنیا قدرت رو در دست ندارن تا اونجا که بنده میدونم، اما خیلی وقتا توصیه ها و نوع فکر فلسفه سیاسی که لیبرتاریان ها دارن اتفاقا در تغییر نگرش سیاست گذاران بسیار مؤثر بوده. میگه که اگر دولت جنایتکاران رو مجازات کنه، اگر دولت اعمال قانون انجام بده، اجازه بده توافقاتی که بین افراد در بخش خصوصی صورت میگیره، این توافقات پایداری باشه. دقت میفرمایید؟ اگر دولت این کار رو بکنه، وضعیت همه به مراتب بهتر خواهد شد. لیبرتاریان ها به طور مشخص میگن جامعه از تک افراد تشکیل شده، از تک تک افراد تشکیل شده. ما موجودی به نام جامعه نداریم که حالا این به مطلوبیت این موجود رو بخوایم به حد اکثر برسونیم. ما افراد داریم، تک تک افراد داریم. و توصیه اینها این است که این افراد هستند که عضو جامعه هستند. جامعه به جز افراد، و این افراد به صورت انفرادی دارن درآمد کسب میکنند. اصلا اینطوری نیست که ما بگیم یه جامعه وجود داره که اون جامعه داره درآمد کسب میکنه، پس ما حالا بیایم توزیع درآمد داشته باشیم. پس اینها توجیهشونی هست که درآمد نباید توزیع مجدد بشود، ولی یک توزیع بسیار مهم و خوبی رو انجام میدن و اون این هست که شما پیامدهای اقتصادی رو ارزیابی نکن، بلکه فرایندی که به این پیامدها رسیده رو مورد توجه قرار بده. تا زمانی که این فرایند رو اصلاح نکنی، جامعه به عدالت نخواهد رسید. پس بنابراین میگه فرصتها در اختیار همه قرار بگیره، فرصتهای یکسان در اختیار جامعه قرار بدیم. هر کس خواست کار میکنه، تلاش میکنه، ثروتمند میشه. هر کس نخواست از یک زندگی فقیرانه ولی بیکاری و بیاری لذت میبره. دقیقا فرمان انتخاب افراد هست، ولی شما فرصت یکسان به همه جامعه اعطا کن. این طرز فکر اتفاقا در فلسفه سیاسی خیلی، مثلا در سیاست گذاری اقتصادی خیلی توجیه پیدا کرد، خیلی گسترش پیدا کرد. توزیع درآمد میگه که اصلا لازم نیست برابر باشه، توزیع درآمد باید منصفانه باشه. دقیق میفرمایید سعی کنید برابری فرصت به وجود بیاورید. برابری فرصت خیلی مهمتر از برابری درآمده. ماهیگیری به افراد یاد بدید، نه اینکه ماهی به افراد بدید. دقیق میفرمایید من برداشتم فلسفه در واقع سیاسی که بنده مد نظرم هست، ترکیب این هاست با هم دیگه، و برداشتم این هست که در زمینه فرصت ها سپلای ساید اکنامی خیلی کمک میکنه. همین مسئله مجوزهای فاجعه باری که در کشور داریم و امضاهای طلایی که در کشور داریم، این به نظر من مهمترین قدمی است که دولت جدید یک مقدار در این زمینه داره تلاش میکنه و
بنده هم شما دیدید که سالها روی این مسئله تاکید کردم که این مسئله خیلی مهم است، که آقا شما فقط اجازه بده همه بتونند وارد فعالیت اقتصادی بشن. حالا ببینید چی کار کردن. مثلا میگن که شما اگر خواستید مثلا یک فعالیتی رو بزنید، مثلا یک مغازه رو بزنید، باید حداقل سرمایه‌تون اینقدر باشه. به تو چه مربوطه که حداقل سرمایه چقدر باید باشه؟ دقیقاً می‌فهمم. این یعنی یک بریر یا یک حداقل، آفرین آقای جعفری، خدا خیرتون بده، گفته حداقل متراژ. فاجعه است واقعا. میان متر میکنن میگن که شما دفترت اینقدر نیست. من خودم میخواستم این شرکت مشاوره سرمایه گذاری بزنم، اعلام کردم، گفتم تا وقتی که این جور قوانین ظالمانه و غیر منصفانه، تا وقتی که سازمان بورس اومده گفته که باید شما حداقل متراژ دفترت اینقدر باشه، حداقل سرمایه که شما، ما میخوایم مشاوره اقتصادی بدیم، چه لزومی داره که حداقل سرمایه بریم ثبت کنیم، که بریم به حساب مثلا به حساب بانکی بریزیم، چه لزومی داره؟ اینها کاملا مخربه و باید جلوی مسائل گرفته بشه که برابری فرصت به وجود بیاد. ولی پس از برابری فرصت به نظر میرسه که کل دنیا داره به این سمت میره که یارانه نقدی که اول در ایران شروع شد، یعنی یونیورسال بیسیک اینکام یا UBI یا درآمد نقدی یکسان مستقیم، به نظر میرسه بهترین سیاستی است که میتونیم در پیش بگیریم. سیاست‌های دیگه چکه میکنه. دقیقا هم سیاست دیگه متاسفانه هزینه خیلی بالای به جامعه تحمیل میکنه. ولی در این که دولت باید چتر ایمنی داشته باشه شکی وجود نداره. دولت باید بی خانمانها رو کمک کنه. باید کسانی که متاسفانه وابستگی به مواد مخدر دارن و به یک نحوی برنامه براشون داشته باشه. کسانی که مشکلات بهداشتی دارن. کسانی که در بچگی یا در نوجوانی باردار میشن. افراد بی سواد، بی کارها، افرادی که سطح تحصیلات پایین دارن، دولت باید برای اینها چتر حمایتی داشته باشه. اما به نظر بنده بهترین چتر حمایتی اینه که یک درآمد یکسانی رو برای همه، یک معیشت حداقلی رو برای همه افراد جامعه در نظر بگیره. اگر این کار رو نکنه، این افرادی که مشکل دارند در نهایت برای خودشون توجیه خواهند کرد که جنایتکار بشوند. در جوامعی که نابرابری ها بالاست، سطح جنایت هم بالاست، سطح خودکشی بالاست، سطح خودزنی بالاست، ولی سطح دیگرکشی هم بسیار بسیار بالاست. بنابراین این نوع سیاست ها اتفاقا نه فقط به نفع فقرا هست، که اتفاقا به نفع ثروتمندان هم خواهد بود، و چه بسا که همین ثروتمندان قربانی بشوند همونطور که فقرا قربانی میشوند. چهار نوع سیاست ضد فقر و سیاست های برابر کننده جامعه، چهار نوع سیاست داریم که من با تقریبا با اکثر این سیاست ها مخالفم و معتقدم که این سیاست ها مطلقا سیاست های مناسبی نیستند و در جهت منافع سیاسی سیاست مداران معمولا این سیاست ها وضع می شوند، نه در جهت منافع مردم مظلوم در سراسر دنیا. اولین سیاستی که معمولا سیاست مداران پوپولیست غیر صادق سیاسی کار متاسفانه بهش توجه میکنند، قوانین حداقل دستمزد است. اعلام میکنند که باید حداقل دستمزد افزایش پیدا کنه. وقتی که حداقل دستمزد افزایش پیدا میکنه، معمولا این نوع سیاست های پوپولیستی از حمایت افرادی برخوردار هست که به صورت کارمند و کارگر هستند، شغل دارند، ولی با این نوع سیاست ها درآمدشون افزایش پیدا میکنه. بنابراین این نوع سیاست ها یک سری افراد مدافع چنین سیاست هایی هستند و اون افراد زرنگی که این نوع مباحث رو به این صورت مطرح میکنند معمولا در سپهر سیاسی جوامع مختلف متاسفانه برنده هستند، میتوانند یک سری افراد رو به خودشون جذب کنند. حالا این سیاست ها چیکار میکنه؟ این در واقع کارگران شاغل رو حمایت میکنه، ولی کارگران غیر شاغل رو، و موجب میشه که کارگران شاغل دستمزد برابری داشته بالاتری داشته باشن، ولی در مقابل بیکاری در بلند مدت مخصوصا بیکاری افزایش پیدا میکنه. کارگرانی که ممکن با دستمزد کمتر استخدام شوند وضعشون بدتر میشه. اون چه کسی هست که ممکنه با دستمزد کمتر حاضر باشه کار کنه؟ دقت میفرمایید، چه کسی حاضر با دستمزد کمتر کار کنه؟ و الان این افراد، این پوپولیستا میان اینا رو تنبیه میکنن با چنین سیاستهایی. همون زنان سرپرست خانوار هستند، همون کودکان کار هستند. در واقع آفرین، از جیب بیکار به جیب کارگر میفرسته، نه از جیب آقای جعفری. واقعا بعضی وقتا من واقعا حزم میکنم سر کلاس وقتی ایشون مطالب رو مینویسن.
از جیب بیکار به جیب کارگر میبره. آقای جعفری اینجا نوشتن نه از جیب سرمایه دار به جیب کارگر. اتفاقا سرمایه دارا موافق افزایش حداقل دستمزد هستند. چرا؟ سیاست حداقل دستمزد باعث میشه کارگران ساده حذف بشوند، کارگران حرفه‌ای، مهندسان و ماشینالات و انرژی جایگزین کارگر ساده بشود. این نوع سیاست ها سیاست کاملا پوپولیستی است به ضرر اقتصاد. وقتی که این افراد اقتصاددانان رو استخدام میکنن، اقتصاددانان رو وابسته رو استخدام میکنن که توجیه کنن چنین سیاست هایی رو، معمولا به کشش تقاضا در واقع متکی میشوند و توسل میجویند. یعنی میگن ما محاسبه کردیم مثلا در برخی از مثلا استانها یا در برخی از کشورها حداقل دستمزد رو افزایش دادیم ولی بیکاری کاهش پیدا نکرد. یک کشوری هم من میشناسم که سال گذشته حداقل دستمزد رو به شدت افزایش داده. الان طرفداران این عزیزان ادعا میکنن که حالا جالبه که این کسی که این کار کرده خودش مثلا اقتصاددان بوده، مثلا دقت میفرمایید، و ادعا میکنن که ما حداقل دستمزد رو افزایش دادیم و بیکاری افزایش پیدا نکرد که هیچ کاهش هم پیدا کرد. ولی این کشور اعلام نمیکنه که دستمزد واقعی افراد رو نه فقط افزایش ندادی که کاهش دادی و جایگزینی انجام دادی بین نیروی کار ماهر و نیروی کار غیر ماهر. و مسئله اینجاست که در مبحث کشش تقاضا، کشش تقاضای کوتاه مدت نیروی کار با کشش تقاضای بلند مدت نیروی کار کاملا میتونن با هم دیگه متفاوت باشن. در بلند مدت در واقع ارباب اقتصادی، یعنی کسانی که در واقع مالکان، افراد ثروتمند، سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاران میروند به سمت اینکه کارها رو حذف کنن، نیروی کار رو حذف کنن و سرمایه رو جایگزین کنن. نکته‌ای که در کشور ما حدود 50 سال ادامه پیدا کرده، انرژی ارزان جایگزین کارگر شده، سرمایه جایگزین کارگر شده. حتی دولت وقتی سیاست توسعه میخواسته داشته باشه، سیاست توسعه صنایع کاربر رو در نظر نگرفتن یا کارگربر رو در نظر نگرفتن. سیاست توسعه رفتن صنایع مثلا پتروشیمی رو که بالاترین نیاز سرمایه رو داره در کشور ما توسعه دادند. به جای پتروشیمی اول میتونستن سیستم خط ریلی کشور رو فعال کنن. همون ایده لیبرتاریان ها اینو توجیه میکرد، یعنی اینکه فرصت برابر در اختیار افراد قرار میگرفت اگر که ما یک سیستم پیشرفته ریلی داشتیم. ولی کاملا معکوس این در کشورمون عمل شده و متاسفانه این سیاست های مخرب از حمایت اجتماعی هم متاسفانه برخوردار هست. نکته دوم، سیاست های تأمین اجتماعی و سیاست های رفاهی است که مکمل درآمد نیازمندان، برنامه دولتی که مکمل درآمد نیازمندان میباشه، منتها متاسفانه این رو برای واجدان شرایط مطرح میکنه. معمولا شرایط هم اینطور است که درآمد پایین داشته باشن افراد و نیاز خودشون رو نشون بدهند. یعنی یه نیاز اضافی رو باید همش فرد در فکر این باشه که من چگونه میتونم خودم رو بدبختر نشون بدم، خودم رو بیچاره تر نشون بدم. در واقع یک سیستم گدای ملی هست، یک سیستمی هست که سعی میکنه گدایی رو چی کنه. میدونی سیستم گدایی، هر گدایی که در واقع هر فردی که گدایی میکنه هر چقدر خودش رو بیشتر محتاج نشون بده بیشتر برنده است، بیشتر میتونه دریافت کنه. ما در سطح ملی خیلی وقتا سعی میشه که چنین سیاستی در پیش گرفته بشه. مثلا در کشور ایالات متحده دو نوع سیستم هست، یکی کمک موقت به خانواده های نیازمند و دیگری امنیت درآمدی تکمیلی یا SSI هست که کمک به فقرایی که بیماری یا ناتوان هستند رو مد نظر قرار میده. البته مدیکید و مدیکیر هم هست که قبلا من فکر میکنم که در کلاس در مورد صحبت کردیم. نقد برنامه های رفاهی اینطور هست که انگیزه میده که افراد نیازمند شوند. یعنی فرد میخواد نشون بده که من نیاز دارم، یه وقتایی به صورت فیک و غیر واقعی نشون میده که من نیاز دارم، یه وقتی واقعا میره نیازمند میشه که این کمک ها رو دریافت کنه. فقط فقیر نبوده، فقیر میشه، خود را فقیر میکنه به صورت ناخودآگاه. خیلی وقتا در زمین ناخودآگاه افراد این مسائل اتفاق میفته، خود را فقیر میکند، خود را نیازمند میکند که به اینجا برسه. خیلی وقتا اتفاق میفته مثلا در کشور همین ایالات متحده که این کتاب آقای منکیو در اون کشور هست، مثلا این نوع سیاست ها به تولد کودک مادری تبدیل شده. یعنی کودکان
فرزند میآورند، تولد حتی نامشروع دارند که بتونن از حمایت های دولتی بهره مند باشند. و جالب اینجا بود که من وقتی امریکا بودم میدیدم که چه فشار اجتماعی سنگینی بر علیه همین سیاست ها شکل گرفته. یعنی افراد مثلا میگفتن که ما فقیر هستیم، درآمد نداریم، ولی دیگران رفتن مثلا شدن مادر مثلا یک بچه، از ما میگیرن به اینها میدهند. یعنی فشار خیلی شدیدی رو جامعه اینجور سیاست ها میآورد، فشار خیلی شدیدی که در نهایت باعث تبعیض میشود. دقت میفرمایید به این مسئله باید خیلی توجه بشه. نکته دیگر که به مراتب بهتره مالیات منفی بر درآمده. یعنی خانوارهایی که درآمد بالا دارن مالیات میدن، خانوارهایی که درآمد پایین دارند یارانه دریافت میکنند، یا تا وقتی که درآمد پایین دارن مالیات منفی دریافت میکنند. من خودم یادم هست چند سال تو آمریکا من مالیات میدادم، بعد یه زمانی دیگه درآمد نداشتم، بعد یه دفعه یه چک اومد، نگاه کردم یه نامه اومد، رفتم باز کردم یه چک توش از طرف اداره مالیاتی نوشته بودن شما مالیاتتون کمتر از چیزی بوده، درآمدتون امسال کمتر بوده، این مبلغ به شما تعلق پیدا میکنه. البته چون من خارجی بودم مالیاتشو داده بودم، هم مالیاتو من برگرداندند، نه اینکه در واقع مثلا از هیچ به من یا از دیگران به من یک مبلغ رو پرداخت کرده باشن. ولی خب این سیاست‌ها سیاست‌های نسبتاً مؤثری میتونه باشه، ولی بهترین سیاست این است که به طور یکسان سطح معیشت همه جامعه رو در سطح حداقلی تأمین کنید و مالیات رو هم فقط از اقشار بهره‌مند جامعه دریافت کنید. اگر چنین سیاستی داشته باشید به نظر من میرسه که بهترین سیاست است. نقل و انتقالات غیر نقدی سیاست چهارم هست که به باور بنده فسادزاترین سیاست ها هست و این خیلی میتونه به نظر من مضر باشه. مثل مثلا اینکه کوپن بدیم، الان به جای یارانه نقدی کشور ما رفته به سمت اینکه مثلا کالا بده کوپن بده. خب این کوپنی که داده میشه که مثلا فلان ماده غذایی رو به فقرا تقدیم کنه، این ماده غذایی که از صفر که نیومده که، این ماده غذایی مثلا وارد شده، کی وارد کرده؟ یا دولت وارد کرده که اون کارمند دولتی درش فساد خیلی گسترده هست، یا دولت وارد نکرده، کی وارد کرده؟ بخش خصوصی وارد کرده. خب این در واقع رانتی است که به اون ابر پولدار ابر ثروتمند شما داری یک در واقع رانت جدید رو منتقل می‌کنی. بنابراین به همین سادگی نیست که این سیاست‌ها توجیه بشه. متأسفانه در کشور ما از کنار این سیاست‌ها به راحتی میگذرن، مثل مسئله که اخیراً قرار هست که در زمینه کوپن یارانه کوپنی کوپن الکترونیک در نظر گرفتن، که جای تأسفه که بعد از اینکه ما تجربه موفق در زمینه هدفمندی یارانه ها داشتیم، ولی با ایجاد تورم اون یارانه رو کامل از بین بردیم و سطح یارانه رو متوقف کردیم و تثبیت کردیم و به هیچ رساندیم. و از این طرف هم متأسفانه یارانه غیر نقدی مخصوصا روی یارانه پنهانی که روی حامل های انرژی به خصوص بنزین و گازوئیل، یارانه پنهانی که داره پرداخت میشه بسیار بالا هست، از هر من از شمس هست یارانه پنهان. یک سری افرادی که ادعا میکنن اقتصاددان هستن اصلا منکر این میشوند که اصلا یارانه پنهانی وجود داره. من نمیدونم که انگیزه این افراد چه هست که یک مباحثی که از هر من از شمس هست رو کاملا معکوس جلوه میدهند. اینها چه برنامه‌ای برای این کشور مظلوم دارن تنظیم میکنند در بخش دولتی که بیشترشون در بخش دولتی حضور دارن، واقعا من نمیدونم و واقعا جای تاسف است. خب اگر واقعا میخواهید که فقرا رو حمایت کنید، این هست که فقرا فقیر میمانند چون از رهایی از فقر ناامیدند. امید رو به فقرا برگردانید، فرصت رو به فقرا، فرصت در اختیار فقرا قرار بدید. دقت میفرمایید؟ و یک مسئله که وجود داره، خیلی وقتا فقرا نه فقط یا افرادی که در دهکای پایین درآمدی هستند، اتفاقا شما ببینید نرخ نهایی مالیاتی که پرداخت میکنن خیلی بالا هست. شما به جای اینکه مثلا خیلی وقتا انتقال درآمدی داشته باشید، این کلا این در واقع افراد مستمند جامعه رو ازشون مالیات نگیرید، چون وقتی شما معافیت مالیاتی میگذارید افراد ثروتمند معمولا مشمول معافیت مالیاتی میشن. یعنی از لوپ هول یا از اون در واقع سوراخ های مالیاتی استفاده میکنند و سعی میکنند که نرخ مؤثر مالیاتی خودشون رو به صفر برسونند. سیاست های فقرزدایی معمولا به انصراف خانواده ها از کار کردن میانجامد و این انصراف خانواده ها از کار کردن در بلند مدت به ضرر خانواده های فقیر هست.
پس بنابراین سیاستی که انگیزه می دهد به افراد که فقیر بمانند یا انگیزه می دهد که افراد کار نکنند سیاست مناسبی نیست. البته ما متوجه شدیم که بهترین سیاست اگر می خواهیم داشته باشیم این است که یک حداقل معیشتی رو فقط تأمین کنیم. اگر فردی تنبل است و نمی خواد کار کنه اون حداقل معیشت رو داشته باشه، ولی بقیه افراد جامعه رو می بینید که در یک جامعه رقابتی اتفاقا اگر که مسئله حداقل معیشت حل بشه اتفاقا خیلی راحت تر داد و ستد میکنن، خیلی راحت تر تجارت میکنن، خیلی راحت تر نوآوری دارن، به خلق آثار هنری میپردازن، به تولید اختراعات مثلا افزایش پیدا میکنه. دقت میفرمایید، یعنی یک جامعه آرمانی میشه متصور شد با سیاست درست مالیاتی. احسنت آقای جعفری، یکی از مهمترین دلایلی که برخی از کشورها نسبت به بقیه خیلی سریعتر پیشرفت میکنن این که افراد جامعه ریسک پذیری بالاتری دارند و سیاست تأمین حداقل معیشت باعث میشه که ریسک پذیری کل آحاد جامعه افزایش پیدا کنه. یعنی طرف میدونه الان میلیاردره، میخواد یک در واقع ریسکی بکنه، این ریسکو که میکنه میخواد یک بیزینس جدید به وجود بیاره، یک تجارت جدید به وجود بیاره. اگر این کارو بکنه ممکنه که بیفته به وادی فقر، ممکنه ورشکست بشه. جامعه ای که حداقل معیشت رو تأمین میکنه به افراد میگه آقا ورشکست شدی آخر دنیا نیست، ورشکست شدی میتونی بازم زندگیت رو ادامه بدی، اینجوری نیست تو خیابون بخوابی، کنار خیابون بخوابی. و من توصیه‌ام این است که در کشور ما سیاست‌های فقر زدایی همه شمول باشه که انگیزه برای در واقع گداپروری رو متوقف کنه، انگیزه برای بیکاری رو متوقف کنه. اگر که همه شمول نباشه و اگر تبعیض در سیاست‌های معیشتی قائل بشویم به ضرر جامعه در نهایت نتیجه معکوس خواهد داشت. خب پس راه حل کاهش تدریجی مزایا با افزایش درآمد است. ما باید سعی کنیم که امکان افزایش درآمد و افراد به وجود بیاریم، فرصت شغل برای افراد به وجود بیاریم. حتی افرادی که سنشون بالاست خیلی وقتا میتونن در حد محدود کار داشته باشن، یا افرادی که کودک هستن، جوان هستن، میتونن یه کاری داشته باشن که به خلاقیتشون هم کمک کنه یا به تجربیاتشون کمک کنه، در رشدشون مؤثر باشه. ما میتونیم یک فضای به وجود بیاریم که همه کار کنن، خیلی هم از کارشون راضی باشن. دقت میفرمایید، نه اینکه هزینه های بسیار بالای برنامه فقرزدایی داشته باشیم یا برنامه ضد فقر داشته باشیم که در خیلی موارد این برنامه ها در سراسر دنیا شکست خوردن. بسیار خوب، بله، این مسئله خدمتتون عرض کرده بودم. بریم سراغ اسلاید های آخری که در این زمینه در این فصل داریم. راه های دیگر برای کاهش فعالیت های بازدارنده برنامه های ضد فقر، یکی ورک فیر هست یا هزینه کار هست. اشخاصی که مزایای بیکاری دریافت میکنند باید شغل ارائه شده از سوی دولت را بپذیرند. این مزایای بیکاری و بیمه بیکاری هم اتفاقا در کشور خود ما هم به یک بحران خیلی بزرگی تبدیل شده. معمولا اگر که بیمه بیکاری هم پرداخت میشه به مدت خیلی محدود باید باشه. معمولا هم اینطور است که افراد وقتی که مزایای بیکاری دریافت میکنن، بیمه بیکاری رو دریافت میکنن، بیکار که میشوند تا روز آخری که میتوانند بیکار بمانند بیکار میمانند. این واقعیت در سراسر دنیا، در کشور ما که یک فاجعه ای است اصلا. یعنی افراد مثلا میرن سر کار 6 ماه کار میکنن، بعد از 6 ماه متوقف میکنند، دوباره میرن سر کار، یعنی مثلا 6 ماه بیمه بیکاری میگیرن، دوباره بعد از 6 ماه بیمه بیکاریشون که تمام میشه دوباره میرن سر کار. و یک بازی با سیستم تامین اجتماعی ادامه داشته، سالهاست که ادامه داره و در نهایت خدای نکرده بزرگترین فاجعه فقر زایی که ممکنه در کشور ما صورت بگیره، که از نظر من فعلا قطعیه و دیر یا زود صورت میگیره، متاسفانه ورشکستگی سیستم تامین اجتماعی هست که نه فقط فقر رو کاهش نخواهد داد بلکه به فقر گسترده خواهد انجامید. دوستان عزیز، بسیار سپاسگزارم از بذل توجه شما. من در اینجا کلاس رو خاتمه میدم.